بله دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته دوشنبه ها به وقت نیویورک 12 ظهر با شما هستیم و دوستانی که از سازمان به هر دلیلی جدا شدند و میخوان که ماجراهای اون سالهایی که با سازمان بودند رو با شما در میون بذارن، مهمان برنامه خواهند بود و با من و شما قصه های قصه هاشون رو به اصطلاح شیر میکنن و در میون میذارن. من به نوبه خودم بارها از این دوستان تشکر کردم که با شهامت و شجاعت حتی اگر اشتباهی کردن امروز میان و میگن ما اینجا اشتباه کردیم و اینها رو میگیم که دیگران اشتباهات ما رو مرتکب نشن. ضمن اینکه حقیقتا اینها اشتباه نکردند، سازمان مجاهدین خیانت کرد به آمار و ایده های اینها و این همه جوان با اون آرزوهای خوبی که داشتن برای مملکتشون، برای مردمشون، این آمد و اون آرزوها رو خراب کرد و میبینید که سازمان مجاهدین بعد از 50 سال امروز با خفت و خاری چیزی ازش باقی نمونده جز یک مریم، نه رهبری، نه برنامه‌ای و هر روز دروغ‌ها ادامه دارد. امروز با آقای عبدالرحمن محمدیان هستیم از آلبانی. بهشون تبریک میگم که زندگی خودشون رو از امروز خودشون کنترل میکنن و در دست دارن و امیدوارم این زندگی جدید زندگی باشه که ایشون آرزوش رو داره، داشته و موفق باشن. آقا سلام خدمت شما. به ما بگید که آقای عبدالرحمن محمدیان کی هست، چگونه به سازمان مجاهدین پیوست، تا بعد سوالات دیگه در رابطه با اینکه اونجا چه اتفاقاتی افتاد و چرا جدا شدید رو مطرح میکنیم. بازم من به نوبه خودم از شما ممنونم که مثل بعضی ها که جدا شدین نرفتید دنبال کار و زندگی و درآمد و پول و اینها و آمدید این داستان ها رو، این قصه های زندگیتون رو، حقیقت رو با دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان در میان میگذارید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. بله دوستان، با سلام خدمت شما آقای سوربی، بیننده ها و شنونده های عزیزتون و از فرصتی که در اختیار من گذاشتید و زحماتی که در این رابطه میکشید. خیلی ممنونم به نوبه خودم. من عبدالرحمن محمدیان اهل خرم‌آباد لرستان هستم که در تابستون 59 که سرباز بودم بعد از حمله تجاوز عراق به ایران در 31 شهریور 59 سرباز بودم در تهران که بعد از اون قضیه من و جبهه ما مثل با گردانمون به جبهه اعزام شدیم و اونجا بعد از چند ماه در یک ماموریت رزمی شناسایی من اسیر نیروهای عراق شدم و مدت در اردوگاه‌های مختلف از جمله موصل، قلمبار، رمادی و صلاح‌الدین و بعدا هم قلمبار گذروندیم که دورانی بود، دوران اسارت با اون زحمات و اذیت‌هایی که شدیم و مرارت‌هایی که کشیدیم. در سال 68 یه تیم از مجاهدین به اردوگاه ها می اومدن از جمله اردوگاه ما که مهدی ابریشمچی اومد، یعنی برای اردوگاه ما مهدی ابریشمچی سر این گروه بود و از طریق بلنگو اعلام کردن که آقای محمدیان من از شما عذر میخوام، لطف کنید به دوستان بگید که اگه اینترنت اونجا استفاده میکنن اینترنت و وسایل و تلفنشون رو خاموش کنن تا ما ویدیویی بهتر و اینترنتی قوی تر داشته باشیم. صدای شما قطع و وصل میشه. اگه دیدیم اینترنت به حد معمولی به اصطلاح قوی نیست اون وقت ما صدای شما رو پخش میکنیم، با عکس شما رو و ویدیو رو استفاده نمیکنیم. من قطع میکنم دوباره بهتون تماس میگیرم، ببخشید. بله دوستان عزیز، بارها دیدید و اتفاق افتاده که این دوستان به علت اینکه در جاهایی هستن که اینترنتشون به اصطلاح باید شریک باشن، بعضی وقتا اون ساختمونی رو که اجاره میکنن، اتاقی رو که اجاره میکنن، اینترنت باهاش میاد و اینترنت های اینجوری
به اصطلاح شما اونجوری که باید و شاید نمیتونید ازش ویدیو و اینها استفاده کنید. و معمولا چون اینها 3-4 نفر هستن، اون روز آقای مالک بیت مشعل توبت میکرد که ما چند نفر مجبوریم در یک اتاق زندگی کنیم، خب هر کسی هم این روزها بدون تلفن، بدون اینترنت نمیتونه 1 دقیقه زندگی کنه. اینها چون استفاده میکنن این اشکالات پیش میاد. من به دوستان میگم که در موقع برنامه تمام چیزها رو خاموش کنید تا بتونیم اینترنت بهتری داشته باشیم، ولی خود من میدونم و باور دارم که این به اصطلاح نمیشه 100% این کار رو انجام بدیم. من یک بار دیگه تماس میگیرم و امیدوارم این به اصطلاح ارتباط بهتر از دفعه قبل باشه و ما آقای محمدیان رو بتونیم با صدا و تصویر داشته باشیم. ضمن اینکه دوستان دارن تبریک میگن، آقای کرمی میگه که رهایی آقای محمدیان را تبریک عرض میکنم، خیلی خوش جای خوشحالی دارد که این دوستان علارغم تلاش فرقه رجوی که نتوانست در آلبانی آنها را بخرد، و من هم ممنونم از آقای کریمی که پی میگیرن. خب ما تصویر شما رو نداریم، میخوایم بدون تصویر بریم آقای محمدیان؟ بله. خب صدا رو داریم، امیدوارم صدا همینجوری با کیفیت خوب باشه. خب شما توضیح میدادید که در سال 59 اتفاقا من هم سربازی در خرم‌آباد شما بودم در اون تیپ 77، ولی ما 55 و 54 اینها بود. شما سرباز بودید و بعد به جبهه رفتید و اسیر شدید و بعد تبلیغاتی که اینها می اومدن انجام میدادن و شما به اصطلاح به سازمان پیوستید، درست میگم؟ بله کاملا درست میگید. البته من از قبل آشنایی مختصری هم با مجاهدین داشتم در دوران با اصطلاح خودشون فاز سیاسی و میشناختم، و وقتی اینا اردوگاه اومدن و اعلام کردن که امکان پیوستن با او اهدافی که به هر حال ما تو ذهنمون بود و فکر میکردیم وجود داره، ما هم با عده‌ای از دوستان تو همون اردوگاهی که بودیم، اردوگاه علمبار، در خرداد 68 به این سازمان پیوستیم که دیگه بعد از اون دیگه وارد اشرف شدیم و مراحل بعدی که بعدا در طی حرفام شاید بهشون اشاراتی بکنم. بله، این داستان آشنایی ما با مجاهدین و رفتن با مجاهدین بود. هدف ما هم اون زمان خب همه دارای ایدئال ها و اهدافی بودیم و فکر میکردیم که برای ایران بهترین ها رو میخواستیم، ولی خب متاسفانه با رفتنمون به پیوستنمون با مجاهدین در کوتاه مدت فهمیدیم که اون چیزهایی که ما فکر میکردیم و یا تبلیغش میشد و یا از بیرون دیده میشد، چون از بیرون یه چیز دیگه است تا بری درون خونه بشی، خیلی فرق میکنه. ضمن این که روابط و مناسبات داخلیشون طوری هست که هر کسی که وارد اونجا میشد خیلی زود زده میشد و به هر حال صداش در میمد، که ما هم البته خب یه سری اعتراضات و یه سری حرفات داشتیم، ولی به هر حال تبلیغات مستمر و طولانی که میشد و توجیهاتی که میکردن به هر حال کارشون رو توجیه میکردن و ما هم به این عنوان که به هر حال قابل اصلاح هست و در این مسیر حتما اشتباهاتی هست و یا شاید افراد اشتباه کنن، خودمون رو به قول معروف توجیه میکردیم که موندن در اونها شاید جایزتره و بهتره که بمونیم و اون اهدافمون رو دنبال کنیم. بسیار ممنون. شما گفتید خیلی زود متوجه شدید، منظورتون از خیلی زود چند وقته، چند مدته؟ و یه مقدار بیشتر ما رو آشنا کنید با اون جوی که بودید و چجوری یه دفعه آدم میفهمه ای داد بیداد این جایی نیست که فکرش رو میکرده و اینها وعده های به اصطلاح با چی میگن در باغ سبز به شما نشون دادن. بفرمایید. بله، من در اون برگه اعلام جدایی من نوشته بودم که خیلی زود، یعنی در عرض چند ماه من این مسائل رو فهمیدم و یه سری تناقضات در رفتار و اعمال اینها نسبت به اون اهدافی که تا
توجیه میکردن یا اعلام میکردن وجود داره. از جمله من اونجا نوشته بودم که بایستی بر علیه دیگران مثلا یه بحثی بود به نام گزارش نویسی یا گزارش کردن، که من خودم ذهنن و خیلی از بچه‌ها که اونجا بودن طی سالیان نسبت به این عمل تناقض داشتیم که باید بر علیه دیگران یه چیزی شبیه جاسوسی، من خودم این رو جاسوسی، حتی کلمه جاسوسی رو هم به کار می‌بردم و میگفتم اونجا و فرماندهان منو صدا میکردن و توجیه میکردن که امنیت جمعی لازمه، ما بایستی چون دستگاه ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی نداریم ما بایست از این طریق امنیت جمعیمون رو به قول معروف تأمین بکنیم. اما خب من قانع نمیشدم و تقریبا من در نوشتن گزارش تعلل میکردم و حرف داشتم سر این قضیه و مسائل از قبیل کنترل جمعی، کنترل همدیگه، نمیدونم بپا داشتن، این اصلا برای نفرات نفر میذاشتن که بپاد کجا میره کجا نمیره، با کی حق داری حرف بزنی، با کی حق نداری حرف بزنی، چه اعمالی باید انجام بدی، و یا بیگاری هایی که میکشیدن از افراد تحت عناوین مختلف. ما فهمیدیم که اینجا یک فرقه بسته و محدود هست و به هر حال اون اهداف و اهداف عالیه‌ای که ما دنبالش بودیم نمیتونه از این طریق دنبال بشه و یا اگر هم هست یک اشکالاتی در کار هست. ما فکر میکردیم با گفتن این اشکالات و اینکه این اینجوری نمیشه و نباید باشه میشه حل کرد و یا به قول معروف اینها رو این مسیر رو طی کرد، ولی خب به هر حال طی سالیان ما دیدیم هر روز ضوابط و قواعد جدیدتری برای بستن افراد، کنترل افراد و یا به قول معروف تسخیر ذهن افراد با نشست‌های مختلف و متوالی و بحث‌های مختلف راجع به مسائل مختلف از اعتقادی گرفته تا سیاسی، اینا می‌آوردن و بحث می‌کردن و دنبال می‌کردن و افراد رو وادار می‌کردن که اطاعت کنن. خب ما بعد مدتی با دیدن این حرف‌ها فهمیدیم که اینها گروه بسته‌ای هستن و همون چیزی که خودشون ازش فرار می‌کنن و هنوز هم تلاش میکنن این رو الغا کنن دیگران که ما سکت نیستیم، فرقه نیستیم، بلکه روابطمون بر مبنای مسائل جمعی و تشکیلاتی هست که خود تشکیلات جای بحث داره که اینا این تشکیلات رو از کجا گرفتن و از کی گرفتن و چطوری این قواعد و ضوابط رو میذارن و دیگران رو ملزم به اجرا و رعایت آن میکنن. کسی هم که تعلل کنه یا یک ذره اپسیلونی کوتاهی کنه یا انجام نده یا حتی اشتباه بکنه چطوری مورد شماتت قرارش میدن و یا کارش میکنن، انقدر تحقیرش میکنن تو نشستهای مختلف به طور جمعی و فردی، انقدر این فرد رو تحت فشار قرار میدن که طرف ناچار بشه یا بپذیره و همون سبک و سیاقی که اینا میخوان پیش بگیره یا حداقل سکوت بکنه. خب این مسائل باعث شد که خیلی مشخصه هر فردی که دنبال آزادی هست و ذهن آزادی داره این مسائل براش سخته و خیلی زود واپس میزنه، که ما هم در همون روزهای اول، شاید ماهای اول این رو فهمیدیم و گاهگاهی عنوان میکردیم جاهای مختلف، پیش برمرو مسئولین مختلف عنوان میکردیم. البته بیشتر اونها صدا میکردن. میدونم شما با بحث صدا کردن در صدر مجاهدین آشنایی دارید یا بچه های دیگه تعریف کردن وقتی صدات میکنن یعنی اشکالی در کارت هست و بایستی بریم جاگو باشی و توضیحاتی به اونا میدن. در نهایت بایستی تو بپذیری و قانع بشی و بعد اقرار بیادی که من اشتباه کردم و شما درست میگید و بعد از این اصلاح میکنم. این بحث همیشه جریان داره، هنوز هم جریان داره تو سازمان و البته نمیتونستن نفرات رو به اقناع کامل برسونن و مجبور میشن این بحث همیشه ادامه داشت. این مسئله باعث شد که ما خیلی زود همین که گفتم چند ماه اول، از جمله من تو همون برگه جدایی نوشته بودم فردی به نام مرتضی فرمانده من بود، چند ماهی نگذشته بود که من صدا کرد که رحمان جان تو هوادار سازمان بودی، سازمان میشناسی، از تو انتظارات بیشتری میره، مسائل رو رعایت کن و با بعضیا تماس نباید بگیری، بعضی رفتارها تو باید کنترل کنی، تو یک الان یک رزمنده مجاهد خلق هستی و بایستی تابع تشکیلات و ضوابط و قواعد اون باشی، که خب من باش بحث میکردم، گفتگو میکردیم که بابا من این رو جاسوسی میدونم، گزارش نیستی رو جاسوسی برای دیگر میگیرم، به من چه؟ کسی مثلا یک خبطی کرده، اشتباهی کرده. خب افراد تو طول زندگیشون، تو مسیر زندگیشون 24 ساعتی هست اشتباهات کوچیکی که اصلا قابل توجیه هم هست، هر فردی در زندگیش اشتباهاتی میکنه، حتی شیوه راه رفتن طرف، حتی شیوه صحبت کردن طرف رو بایستی اگه اشکالی درش می‌بینی بری گزارش کنی و اشکال کنی و
خودت هم مجبوری که مثلا موعظه به قول اینا داشته باشی. خب ما خیلی زود از اینا فهمیدیم که این روش کار و این تشکیلاتی که اینا میگن روش کار و تشکیلاتی نیست که بتونه آزادی رو محقق کنه یا افراد رو بتونه به جای خوبی برسونه. حتما سرش در گل خواهد رفت و اشتباهی در اشتباه که نه اصلا راه غلطیه، ولی خب اینا توجیه میکردن. خب ما هم چون اعتقاداتی داشتیم و فکر میکردیم کل راه درسته، این اشتباهات رو قابل اصلاح میدونستیم، ولی متاسفانه هیچ وقت اصلاح نشد. خیلی ممنون. دوستان میپرسن از افرادی که مثل شما اسیر بودن و بعد رفتن به مجاهدین پیوستن، میپرسن که خب بعد از جنگ ایران عراق صلیب سرخ به قرارگاه سابق اشرف میامد برای دیدار با اسیران، آیا با شما هم تماس گرفتند یا نه؟ اگر گرفتند که خب میتونستید جدا بشید یا اونجا اعلام کنید؟ کلا بگید که تماس گرفتن یا نه و اوضاع چی بوده. بله، صلیب سرخ می اومد. من تا جایی که یادم هست یک بار در اشرف و یک بار در یک قرارگاهی به نام سردار که فکر کنم در کرکوک هست با صلیب سرخ دیدار داشتیم. اول اینکه ما هنوز به قطعیت نرسیده بودیم که این راه غلطه و هنوز فکر میکردیم که رفتنمون به ایران جایز نیست و بایستی تو این راه بمونیم و تلاش بکنیم. البته اشتباهاتی هم که هست هنوز در بدنه میدیدیم نه در بالا. فکر میکردیم خب اینا یک سری اشکالات و خبطهای نفرات هست یا در تشکیلات همیشه یک خلل و فرجی هست که میشه اینا رو پر کرد. این یه طرف. از این طرف، از طرف دیگه که صلیب که میومد، خب گفتم که ما هنوز اعتقاد داشتیم که نباید ایران رفت و باید اینجا موند و با اون اهداف رو دنبال کرد. اما روش کاری هم که اینا پیش می‌گرفتن، شیوهی که ما با صلیب روبرو می‌شدیم، اولا اینکه از ماه قبل، از ماها قبل تبلیغ می‌شد و کنفرانس‌ها، جلسات و نشست‌هایی گذاشته می‌شد و نفرات رو توجیه می‌کردن که چی بگید، چی نگید و با صلیب چطوری برخورد کنید و در نهایت جواب قاطع بهش بدید که آقا ما اهل رفتن به ایران نیستیم و اصلا نمی‌خوایم با صلیب رابطه داشته باشیم و صلیب هم دیگه کاری به کار ما نداشته باشه، ما افراد آزادی هستیم که خودمون تصمیم گرفتیم و اومدیم و پیوستیم و دیگه ربطی به صلیب نداره. روزهایی هم که میخواستیم با صلیب دیدار کنیم، خب تیمهایی با ما هم هر نفر رو نفراتی همراهی میکردن، توجیه بلافصل میذاشتن و حرفهای تکراری که چی بگید و چی نگید میگفتن و هر فرد هم با قول معروف چش و همچشی هم وجود داشت که افراد که میرفتن کمتر با صلیب برخورد داشته باشن و زودتر جوابشو بدن در کوتاه‌ترین فاصله و بگن آقا صلیب دست از سر ما بردار و برو و ما کاری با تو نداریم و این توجیهاتی بود که می‌کردن و فکر می‌کردن و افراد هم همین ریل رو می‌رفتن چون توجیه می‌شدن و در نشست‌ها بهشون گفته می‌شد. ما هم همین ریل رو رفتیم و من یادم میاد من در سردار که همون سردار که بود یه جلسه‌ای با صلیب دیدار داشتیم، من خودم دیدار شخصی رو در رو نداشتم بلکه به صورت جمعی یه جوابی دادیم، ولی در اشرف که فرد به فرد دیدار می‌کردیم، من هم همین در جواب همین صلیب که سوالات اولیه‌ای که پرونده رو تکمیل می‌کرد و در نهایت گفتم من تصمیم گرفتم که اینجا بمونم و قصد ایران رفتن ندارم یا قصد اصلا جدا شدن ندارم و از شما هم تقاضا دارم که دیگه به من کاری نداشته باشید و پیگیر قضیه نباشید. یعنی تقریبا شماها رو آماده می‌کردن برای اون ملاقات‌ها اگه انجام می‌شد از طرف صلیب و به اصطلاح شما میشه گفت یه نوع شوزشوی مغزی انجام داده بودن، بعد میفرستادنتون اونجا که شما بگید نمیخوام و برگردید. اینجوری من برداشت کردم، درسته؟ بله دقیقا همینه. میگم که ماها قبل از اومدن و حتی اصلا قبل از اینکه صلیب حتی مطرح بشه، خب بحثهایی در این رابطه میشد، نشست های تکراری و پشت سر هم راجع به موضوع بحث میشد و افراد رو آماده میکردن به اقنا میرسوندن که خب وقتی پیوستی به عنوان فرد آزاد، به عنوان رزمنده مجاهد خلق که میخوایی برای وطن و ایران و مردم به جنگی، دیگه باید دست از خیلی از چیزا بشوری و از این چیزا رو پشت سر بگذاری، از جمله خانواده و مسائلی از این قبیل، دنیای آزاد و باید برای در کادر سازمان مجاهدین و تشکیلات اون طی کنی و بعد آماده سازی های به قول خودشون اعتقادی که بر مبنای مثلا آیات قرآن و به قول معروف مسائلی از این قبیل رو
توجیه میکردن، بحث میکردن، چه از اون بالاشون چه پایینترهاشون با وسایل تکراری نفرات رو آماده میکردن. چیزی به نام شستشوی مغزی شاید مردم مثلا شاید فکر کنن یا اینا ادعا میکنن خب شستشوی مغزی، خب شستشوی مغزی مگه چیه؟ این که فرد رو زیر بمباران تبلیغاتی و جلسات مکرر یه چیز رو توی ذهنش القا کنی و انقدر بهش تکرار کنی تا طرف عادت کنه اون رو بگه و هر جا رفت همین رو بگه، خب این شستشوی مغزی مصداق شستشوی مغزی است. بله اینطوری بود و آماده سازی های قبلی ایجاد می شد و بعد هم که صلیب مطرح می شد که می خواد بیاد، بارها و بارها نشست های تکراری می داشتن، یک مسئله رو انقدر تکرار می کردن تا افراد دیگه کاملا آماده و ذهنشون آماده باشه بدون هیچ فکر کردنی جواب مشخصی که اینا می خواستن بدن. بله همینطور. بسیار ممنونم. آقای کرمی لطف می کنه میگه که در اروپا به خاطر بارون و سرما و اینها مسئله اینترنت رو دارن میگن و میگن که این ماجرای کمبود امکانات با توجه به اینکه کمک هزینه این دوستان را کمیساریا اذیت میکنه به دلیل دخالت هایی که سازمان مجاهدین میکنه، میگن بابت این هست که اینها با کمترین امکانات، ولی باز هم ما ممنونیم که شما با کمترین امکانات ولی با بیشترین شجاعت و شهامت اینجا هستید. ضمناً دوستی به نام آقای غلام میرزایی نوشتن سلام آقای سربی، این سوال که اسیران را بردند بغداد، همه را نبردند، حدود تعدادی را انتخاب کردند و بردند. شما چون اسیر بودید میتونی برای ما بگید که چجوری بود؟ مثلا شما چند نفر اسیر شدین؟ چجوری انتخاب کردن شما را عراق ببرن؟ و اگه این دوستون میگه همه را عراق نبردن یعنی چی؟ مثلا اونجا میکشتن یا جاهای دیگه میبردن؟ میدونم که این گفتن این ماجراها چون برای شما تکرار اون لحظات بد میشه یه مقداری آدم رو اذیت میکنه، ولی میخوایم که به اصطلاح با گذشتی که شما انجام میدید این لحظات رو برای بینندگان و شنوندگان روشن کنیم و توضیح بدیم. ماجرای اسرا و رفتنشون به عراق یه مقداری بیشتر توضیح بدیم. من سوال رو خوب نفهمیدم بردن به عراق منظور چیه، اما اگر از طرف وقتی بعد از پیوستن به مجاهدین تعدادی رو مثلا به بغداد بردن برای دیدارهایی، این تعداد محدود می بردن و دیدار می کردن با صلیب که من جز اون تعداد نبودم. اگر منظورشون دوران جنگ و توی جبهه بود هستن که تعدادی که اسیر می شدن عراق همه رو به اردوگاه ها نمی برد و بعد تعدادی وسط راه یا ناپدید می شدن یا چیزه، این من خودم کمتر در جریانش بودم و مثلا یکی دو نفر رو میدونم که هیچ وقت به اردوگاه نرسیدن و هیچ سرنوشتشون هم معلوم نشد. تو اردوگاه هم که خب همیشه تضییقاتی وجود داشت از طرف ارتش عراق، اذیت میکردن، محدودیت هایی بود، کمبود هایی بود که اینها در طی سالیانی که من 9 سال در اردوگاه بودم وجود داشت. منظورشون اگه اینجوری بوده من جوابم این بود. خیلی ممنون. شما تو خاک عراق دستگیر شدید یا تو خاک ایران؟ و ایشون توضیح میده میگه مثلا در کرکوک، در کرکوک هم صلیب بیشتر نامه آورد و کلمه اسیر را طوری عنوان میکردن که در ایران اسیران را میکشند و در اردوگاه به بغداد بردن. من هم متوجه نمیشم آقای میرزایی، یه مقداری بهتر توضیح بدید. ولی شما راجع به این موضوع که به اصطلاح شایع بوده که اسیران رو در ایران میکشند، شما باور دارید؟ خود شما گفتید یه مقدارشون ناپدید میشدن. بله فکر میکنم سوال آقای میرزایی در این رابطه است که وقتی که توی مجاهدین بودیم تعداد محدودی رو انگشت شمار انتخاب میکردن و برای دیدارهای بعضی ارگان های مثل صلیب یا مثلا سازمان ملل به بغداد می بردن که اینها یه تعداد خیلی محدود بودن که اینها مثلا برن و جواب های مشخصی رو به سازمان ملل و صلیب سرخ بدن که آقا ما به سازمان مجاهدین پیوستیم، راهمون انتخاب کردیم و دیگه نمیم. من جز این افراد نبودم و اون تعداد محدودی بودن و در حد خیلی کم، ولی این دیدار عام که وجود داشت دوباره که میگم در سردار و در اشرف انجام شد که
در سردار اومن جمعی دیدار میکردن با سلی، ولی در اشرف تک به تک بود، جواب ها مشخص بود، افراد میرفتن خیلی سریع جوابشون رو میدادن و از اون در اونوری میرفتن بیرون. همیشه نفرات هم مواظبشون بودن که کی میره داخل کی چی میگه. بسیار ممنونم از شما. سوال دیگه این هست، شما که وضعیت عراق را بعد از صدام حسین دیدید، چرا در عراق بودید؟ زمانی که خانواده ها می آمدند چرا جدا نشدید؟ بله، این سوال خیلی جالب و خوبی هست و من خودم بارها بهش فکر کردم که منطقی هست که هر کسی از ما که بعد از اون جریان از مجاهدین جدا نشدیم و هنوزم موندیم بایستی بهش پرداخت و هر کسی منطقیه که این سوال بپرسه و این سوال پیش میاد. من تو اون برگه اعلام جریان یه اشاره‌ای کرده بودم که ما اسیر اعتقادات خودمون بودیم، به تعبیر اون ژنرال آمریکایی بعد از اون جریان خلصلام. هنوز اعتقاداتی داشتیم، هنوز فکر میکردیم که راهمون غلط نیست، هنوز فکر میکردیم امکان اصلاح هست با تمام زجرها و بدبختی هایی که میکشیم، با تمام مرارت هایی که برامون حتی ایجاد میکنن چه توی تشکیلات و از بالا و پایین و اذیت هایی که میشیم، باز هم نفراتی هستیم که باید به آرمان هامون معتقد باشیم. این یک طرف قضیه است که به هر حال با اینکه صدام سقوط کرده بود و شرایط فرق کرده بود، آمریکا اومده بود توی عراق و امکانات جدیدتری ایجاد شده بود، فرقه دوباره با آمریکا روی هم ریخته بود، ولی چند تا مسئله روی هم میافتاد. یکی این بود که گفتم اسیر اعتقادات خودمون بودیم و هنوز تفکر منطقی از ما سلب شده بود، چون سالیان سال زیر بمباران تبلیغاتی و نشست‌های مختلف و متوالی به ما تلقین شده بود که راه همین است و بس و راه دیگه ای وجود نداره. جریان موضوع دیگه، یعنی چند تا چیزی که میگم روی هم افتاد، موضوع دیگه موضوع اینه که ما راه دیگه ای جز این نمیدونستیم. ما فکر میکردیم که خب بیرون از ما راه دیگه ای بلد نبودیم، نمیدونستیم باید کجا رفت، چطور کرد، بعد با دنیای آزاد و بیرون در ارتباط نبودیم، در یک درون محیط بسته و محدود، تفکرات محدود و ذهنیت‌های محدود، اسیر دیدگاه‌ها و اعتقادات خودمون بودیم و دنیای بیرون هم چون رابطه نداشتیم نمیتونستیم تغذیه بشیم، بفهمیم دنیای بیرون چه خبره، چی میشه، چطوری میشه. هر چی که اونها میگفتن و از طریق ارگان‌هاشون، چه نشریات داخلی که داشتن و بولتن و چه همین سیمای مقاومت یا با معروف رادیو مجاهد، هر چی که گفته میشد ما همینا رو میدیدیم، با هیچ تلویزیون، رادیو یا ارگان تبلیغاتی دیگه‌ای در جهان در ارتباط نبودیم که بفهمیم دنیا دست کیه، دنیا به کدوم سمت میره، چه اتفاقاتی داره میفته که قدرت تصمیم‌گیری داشته باشیم. البته خب ما به افرادی مطیع تشکیلات تبدیل شده بودیم که امکان تفکر منطقی نداشتیم و نمیتونستیم تصمیم هم بگیریم. همه افراد هم همینجوری هستن. خب مگه همین شستشوی مغزی که گفته میشه که حق هم هست توی مجاهدین به عنوان یه سکت و فرقه، خب این اعمال شده بود و تأثیرات خودش رو گذاشته بود و افرادی مصلوب الاراده، هیچ اراده ای از خودشون بتونن تصمیم نهایی برای زندگی خودشون بگیرن. موضوع دیگه ای بود، من بارها با دوستانم در داخل همین مجاهدین که بودیم توی تشکیلات ما بحث میکردیم، صحبت میکردیم، درد دل میکردیم که خیلی وقتا مشکلاتمون رو بیان میکردیم، چرا اینجوریه و چرا اونجوریه، سر مشکلاتی که وجود داشت و تنگناها و محدودیت هایی که ایجاد میکردن و افرادی که اذیت هایی که روی افراد اعمال میکردن. ما فکر میکردیم که خب چی کار باید کرد، باید سوخت و ساخت. دومم این که چی، خب میگفتیم دیگه از ما گذشته. واقعا این حرف برد زبون همه هست. براتون یک مثال بیارم، من با افراد مختلفی بحث میکردم، صحبت میکردیم در دل به قول من، میگفتن که دیگه از ما گذشته، هرچی بود گذشت. مثلا من وقتی به آلبانی اومدم، تعداد نفراتی الان هستن که هنوز توی تشکیلات هستن، من اصلا وارد شدم، من توی ذهنم خیلی چیزای دیگه بود، ولی
باشون که اولین تماس رو گرفتم، سلام و علیک و احوالپرسی و چطورید و چی میکنید و چی میگذره اینجا، خیلی بیپروا گفتم آقا دیگه جای موندن نیست. البته هنوز اون تو هن میگم که شستشوی مغزی کار خودشی کرده، الغا کرده و طرف سر مصلوب اراده شده، دیگه نمیتونه تصمیم نهایی برای خودش بگیره. بعد با بعضی هم که صحبت میکردم میگفت دیگه ما پیر شدیم، از کار افتادیم، الان دیگه بریم دنیای خارج که ما رو نمیپذیره و اصلا به درد نمیخوریم، برای چی بریم، همینجا بمونیم بمیریم. یعنی خیلی ناامیدانه امیدشون رو از زندگی از دست دادن. به این خاطر جواب من به این سوال همینه که افراد نمیتونن تصمیم بگیرن، طی سالیان در یک محیط بسته و کور زندگی کردن و قدرت تصمیم گیری ازشون سلب شده. خب این از جنایت‌هاییه که این فرقه انجام داده که افرادی رو اینجوری مطیع، از خود بی خود، یعنی اصلا شخصیت و کاراکتر مشخصی ندارن و بتونن فکر کنن. و وقتی خب گاه گاهی افرادی به خودشون میان، یه دفعه انگار از خواب بیدار میشن و تصمیم میگیرن و میزنن بیرون، این یک بحث دیگه یه، ولی به هر حال تصمیم گیری وجود نداره و برای تصمیم میگیرن، برای تعیین میکنن چه کار بکنی چه کار نکنی، شب و روز تو چطوری بگذرونی، با کی بری با کی نری، با کی صحبت کنی و با کی صحبت نکنی. شما حساب کنید کسی که مثلا 10 سال 12 سال مثلا من نزدیک به 30 سال توی اینا باشه، دیگه چه کسی میتونه تصمیم بگیره یا اصلا تشخیص بده که کجا بره، چطور کنه، چه کاری بکنه و چطور راهش رو ادامه بده، جز اینکه بعضی وقتا خودش رو مجبور میدونه که بمونه بسوزه و بسازه، به همون قول معروف ایرانی. بسیار ممنونم. اولا من به شما تبریک میگم، یک کمی هم به شما حسودی میشه، خیلی سخنور قشنگ خوبی هستید و خیلی راحت و خودمونی صحبت میکنید. و اصلا عذر میخوام، چون من معمولا به دوستان قبل از برنامه میگم که اگر سوالی انجام میشه و مایل نیستید پاسخ بدید، میتونید بگید که من مایل نیستم به این سوال پاسخ بدم، یا امروز و در این لحظه در این شرایط نمیخوام پاسخ بدم، این حق شماست. ولی ممنونم که به همه سوالات پاسخ میدید و خوشحالم که اینقدر به راحتی صحبت میکنید. و شما چون گفتید که نزدیک به 30 سال در سازمان مجاهدین بودید، سوال این است شما در این مدت 28 سال که در اون تشکیلات مجاهدین بودید، چی دیدید که بخواهید مختصر برای هموطنانی که این تشکیلات را نمیشناسند مطرح کنید؟ ناگفته نماند، خیلی از سوالاتی که میشه ممکنه تکراری باشه، چون شما در حین صحبتاتون اینها رو بیان کردید. و مثلا در رابطه با اینکه چرا هنوز دوستان در آلبانی با سازمان هستند، سوالات اینجا هست که من براتون میخونم. ولی سوالی که الان مطرح هست اینه که در این مدت 28 سال که در اون تشکیلات مجاهدین بودید، شما چه چیزهایی دیدید که بخواهید مختصر برای هموطنانی که این تشکیلات رو نمیشناسند مطرح کنید؟ بله خدمتون عرض کنم آقای سوربی، این سوال رو باید به دو صورت پاسخ بدم بهتون. یکی اینکه اولا این تشکیلات، کلمه تشکیلات برگرفته از هر جایی که هست، مال این قرن دیگه نیست. تشکیلات اگر هم کارایی داشته در زمانهای مشخصی، شما هم حتما اهل مطالعه هستید و خوندید در تشکیلات‌های مختلف، در گروه‌های مختلف، گروه‌های سرخ و چپ اون زمان که تشکیلات داشتن، خب اینا هم تشکیلاتشون از لنین و امثال لنین و ماو گرفتن. مثال‌هایی هم که در اون سازمان هر وقت میخوان بحث تشکیلات بکنن و قواعد و پایه‌های تشکیلات رو میارن، از اینها فاکت میارن که تشکیلات خب یعنی بستن و محدود کردن افراد تا بتونن نفرات رو مطیع اوامر بالا بکنن. خب تشکیلات که الان مال قرن اخیر دیگه نیست و دورانش گذشته، ولی هنوز در مجاهدین به شدت و حدت خیلی بیشتر از اون زمان در جریان هست. این از نظر تشکیلات. تشکیلات پس نفرات رو کنترل میکنه و باید هم کنترل کنه، خودش فکر میکنه خب این حق بشه، کسی که پیوسته خب باید سی ضوابط و قواعدی رو بپذیره. خب فردی هم که وارد میشه از اول بهش یه سری تعهدات و کاغذهایی میدن که امضا میکنه. شما هم راجع به تعهدات و قواعدی که اینا، تعهدات و امضاهایی که از نفرات میگیرن، بارها شنیدید و حتما هم جاهای مختلفی مطرح شده که خب خیلی هاش هم بی اعتبار و در اساس هم پایه و اساسی نداره. این از یه طرف.
از طرف دیگه خب ما توی من خودم شخصا و افرادی که باشون در سرکار داشتم توی مجاهدین، در این مدت وقتی الان نگاه میکنیم به عقب و حتی اون زمان که داخل بودیم، جز دروغ چیزی نشنیدیم. دروغ و دجالیت. دروغ و دجالیت به این معنا که از بالا هرچی گفتن حتما همون حقه، هیچکی نباید روی حرف بالا حرف بزنه، کسی حق نداره اصلا نظر بده. یه بحثی توی مجاهدین مطرح هست که خب از خود بالاشون اومده، از نفر یک اینا، از رجوی اومده، میگه که مجاهده بعد از بحث‌های ایدئولوژیک اعتقادی که نفر رو به جایی میرسونه که خب دیگه رهبر عقیدتی یک قضیه است، باید حرفشو گوش کرد، بعد نیاد تعیین تکلیف میکنه که مجاهد هیچ حق، همه هم باید به این گواهی بدن و بعدها در رفتارشون و در نوشته‌هاشون این اثبات کنن و راجبش بنویسن که آقا ما اینو پذیرفتیم و قبول کردیم. مجاهد هیچ حقی نداره. حتی این اواخر میگفتن مجاهد سه تا حق داره: تیغ و تبر و تپانچه. یعنی مثلا تیغ بخوره، تیغ منظورشون خوشفضیتیه که تو نشسته با هم دیگه میگن، میگن تیغ، تبر و تپانچه هم در همین اعداده. یعنی مجاهد باید فقط بره تو نشسته‌ها، توی جلسات بشینه، هرچی راجع بهش دیگران میگن گوش کنه و بعد هم تازه اثبات کنه شما حق دارید، من دروغ میگم و من اشتباه کردم و شما باید. بعد خوش فضیعت‌ها رو اثبات کنه که آقا حقتون بوده من خوش فضیعت کنید. حالا بحث یعنی توی مجاهدین، توی این فرقه اینجوری رواج داره و همیشه هم بوده و هستن. چیزی که ما دیدیم، من خودم یادم میاد یک بار در اشرف بودیم سالهای قبل، الان دقیق سالش یادم نیست ولی خیلی سالهای خیلی قبل برمیگرده، وقتی که نشستهای بدنه با رجوی رو میرفتیم میدیدیم، میدونی که من یاد مشعشعیان افتادم، این فرقه مشعشعیان یا اون گروه منحرف مشعشعیان، نمیدونم حالا درست بشه میگم منحرف، اینا یک فرقه منحرف هستن. اگه یادتون باشه حتما مطالعه کردین که نفرات برای دیدار با محمد ابن فلاح یا همون رهبر مشعشعیان باید زیارت نامه میخوندن، یعنی به دیدار رهبرشون نائل بودن. توی مجاهدین همینه. من اولین بار اینو اون زمان که گفتم، وقتی دیدم افراد وقتی میرن پای میکروفون، اول بایستی یک سری تعریف و تمجید از رهبری بکنن، بعد رهبری رو اثبات بکنن و بعدن اگه حرفی هم دارن، نقطه‌ای دارن، به قول خودشون تناقضی دارن، اینو مطرح کنن که مثلا اونم آخرش جواب میده و طرف رو به قول معروف اقناع میکنه، به قول معروف طرف هم هرچی هم حرف داشته باشه آخر کار هم باید دیگه هرچی تو گفتی درسته و هرچی هم من گفته بودم و تناقضاتی که بزن زده تناقض بوده و ناهمخونی ذهن من و این اشتباه من، کوتاهی فکر منه. خب تمام دستگاه مجاهدین بر این سواره که هرچی از بالا میگن درسته، رهبریشون هم که باید برای دیدار و هر حد صحبت کردن باهاش زیارت نامه بخونی، آی تو نایب برحقی، آی تو فلان هستی، مثلا توی بعضی نشست ها این میاد مثلا یه آیه رو تفسیر میکنه، یه تعداد افراد مشخص و بعد هم یه تعداد به تبع اونا بلند میشن که آی تو تفسیر جدیدی از قرآن کردی، تو حجت رو تمام کردی و چیز و حرفای از این بعد. دوم اینکه بعد از اینکه مریم بر سازمان مسلط شد و با قول معروف یک سازمان شد که دیگه خب اینا دوتا لازم ملزوم هم دیگر از هم دیگه تعریف میکنن، یکی از این تعریف میکنه و اون از یکی، دوتا از هم دیگه رو با قول معروف اینا دیگه مثلا آیات مقدس داخل مجاهدین هم راجع بهشون نباید فکر کرد، نشین فقط باید تاییدشون کن رو تقدس معاونه ازشون هر زد و بیانشون کرد. مریم در سازمان بارها و بارها در نشستاش مطرح میکرد که حجت، حالا با بحث هایی که میآورد مطرح میکرد که خب مگه نمیگم این همون میگفتم من یاد مشعشعیان افتاده بودم، مطالعاتی که دوران کودکی یا نوجوانی کرده بودیم دیدم که خب این اون زمان محمد مشعشع میگفتش که خب نایب من نایب امام زمان است و چون امام زمان وقتی بیاد خب کسی که نمیتونه باش در بیفته و این کارش کنه، خب همه اجباراً میپذیرنش. هنر این است که من که نایبش هستم و اون قدرت اون رو ندارم، منو تایید کنید و منو یاری کنید. بس ها در سازمان مجاهدین به همین منوال هست، میان میگن که خب مسعود حجت روی زمین، بس با اون که اولا که
از در دیدگاه شیعه هیچ زمان زمین از حجت خالی نمیشه. خب اگه این درسته که شیعان هست و رواج داره، خب پس حجت روی زمین الان کیه؟ اینو بعضی وقتا مستقیم و بعضی ها غیر مستقیم الغا میکنن. خب مسعود حجت روی زمینه، خب پس این حجت روی زمین که نباید رو حرفش حرف زد، اشتباه هم که نمیکنه. تقریبا اون رو به جایی برسونن که دیگه کلمه معصوم رو به کار میبرن که از خطا معصومه و معصوم هست و نمیتونه خطا، پس هر چی گفت درسته و هر خطی رو داد. بارها تو نشست ها در سرفصل های مختلف بیان میشد و طرف افراد مختلف از بالا تا پایین مثلا تناقض میگفتن که چرا این خط به بار ننشته، از چرا فلان اشتباه شد، چرا مثلا ما در فلان جا پیروز نشدیم یا پیروزی به دست نیاوردیم. خب یعنی خط رو زیر سوال می‌بردن. ولی بعد همین بحث‌ها که خب مگر رهبری اشتباه می‌کنه؟ خط درست بوده، تو نفهم نکردی، تو نمیتونستی، قدرت و توان تو این نیست که تو اینو بفهمی. برو و اشکالات خودت در بیار، چرا با خط همسان نیستی، همساز نیستی و چرا با قول معروف بیرون می‌زنی و این تناقض از ذهنت بیرون می‌زنه. پس تو برو خودت رو بخون هم یعنی برو بنویس، اقرار کن که من اشتباه کردم، خط درست بوده، هیچ جا اشتباه نشده، شرایط بیرونی و قول معروف عدم تعیان ها باعث شده که یک کمی این ور اونور بشه، ولی خط پیش رفته. خیلی وقتا شکست ها رو هم پیروزی جلو میدن، فلان جا در فلان در عراق اتفاقی میفته، اینها یه تحلیل میکنن و تحلیلشون خیلی وقتا مطرح میشه، باید عنوانش بکنن، بارها روش بحث میکنن، بعد یه دفعه میبینی یه چیز دیگه از آب در میاد، اون چیزی که اینا میگفتن میون دوباره تحلیل میکنن که ما درست گفتیم، اونها شرایط بیرونی ایجاد کرد و حتی مثلا میان میگن این انطباق هم داره، واقعیت هم همینه که درست پیش رفته، ما تا حالا هیچ اشتباهی در خط و خطوطون نبود. خب به قول معروف یعنی در جواب سوال شما باید بگم ما جز دروغ، دجل و نامردی، اذیت، آزار و کنترل شدید و دقیق افراد از بالا و از کناره ها چیز دیگه ای ندیدیم. بعضی وقتا دیگه این اواخر من مثلا بعدش دیگه بین بچه ها در دل که میکنن میگفتن دیگه مبارزه با خودمون شروع شده، ما داریم همدیگه رو اذیت میکنیم، دیگه چیزی به نام مبارزه وجود نداره. و اینم درست بود، چون دیگه جایی و راهی و کاری نمونده بود بکنن، افتاده بودن به جون هم دیگه، خودشونو میتراشیدن، خودشونو اذیت میکردن، بحث‌های درونی و صدمنی غازی که قانع کنن و بتونن ادامه حیات بدن. بله، بسیار ممنونم از شما. و این ماجرای آلبانی چی شد که در آلبانی از مجاهدین جدا شدید؟ در آلبانی که نه موشکی هست و نه راکتی بود و به قول مجاهدین در دنیای آزاد بودید. بله، سوالتون بجاست. من شخصا از مدت ها قبل ذهنم نسبت به مسائلی که در درون اینا میگذره و مسائلی که اونجا میگذشت دیگه قانع نبود، دیگه نمیپذیرفتم و خب کجدار مریض ادامه میدادیم. بارها و بارها با افراد اینها بالاشون مینشستیم بحث میکردیم و نمیتونستم قانع کنم که چرا مثلا مسائل به این نحو پیش میره و چرا اصلا مبارزه این شکلش عوض شد، اصلا چیزی به نام مبارزه مونده یا نه. ولی خب به هر حال گفتم اسیر دیدگاه خودمون بودیم، هنوز نمیتونستیم تصمیم قاطع بگیریم. یه بحثی هم مطرح بود، خیلی از بچه‌ها حتی اونایی که اومدن بیرون میگفتن نامردیه، ما تعهدی دادیم، قولی دادیم، همرزمان کناری داریم، الان وقتی زیر تیغ و موشک و از این مسائل هستیم ول کنیم و بریم و دیگران رو ول کنیم؟ به هر حال رفاقت و اینها مطرح میشه که دیگه الان جای ول کردن دیگران نیست، چون اینا هم مثل ما، بقیه هم مثل ما هم و گیر کردن و خب باید پایسال از همدیگه کنار همدیگه باید باشیم، چون تعهدی دیدیم قولده. ولی این تعهدات و قولها دیگه لغو شده بود، شل شده بود، دیگه ذهنها قانع نبود. ولی میگفتیم شرایط فعلی عراق حکم میکنه در هر جوانمردی بمونیم و خب تا ببینیم چی میشه.
و خیلی وقتا هم افراد میگفتن دیگه از ما چی برمیاد، بمونیم بریم برای چی همینجا بمونیم. خب موشکی میاد، خیلی آرزوی مرگ و اینکه موشک بیاد کشته بشن و راحت بشن میکرد. و اشکالاتی هم که در سیستم میدیدیم، ما فکر میکردیم خب تابع شرایطه، شرایط سخت عراق، بمباران ها، محدودیت ها، کمبود ها، اینا خیلی چیزها رو تحمیل میکنه. ولی با ورود به آلبانی ما فکر میکردیم خب دنیای آزاد و دیگه از زیر تیغ و تبر و نمیدونم موشک و اینجور چیزهایی که مطرح بود خب دیگه بیرون میانیم، خب این ضوابط و تشکیلاتی که ما حتما راه دیگه پیدا میکنه و نفرات راحت تر میشه. اما با ورود به آلبانی ما دیدیم که این خیلی بدتر شد، ضوابط سختتر، بیشتر، نفرات محدودتر و با شدت بیشتری نسبت به قبل دنبال میشه. من وقتی وارد اردوگاه کمپ آلبانی شدیم، چون خب توی کمپ مدتی که توی کمپ بودیم تا استاندارد بشیم، به فکر این بودم خب الان میشه رفت بیرون، بعضی کمبودها رو جبران کرد. مثلا بعضی کمبودها رو که داشتیم یه وسایلی نداشتیم. من میدیدم که افرادی با ملیت‌های مختلف وارد اون کمپ میشن، حالا به دلایل مختلف تو جاهای مختلف دستگیر شده بودن، پلیس می آورد وارد این کمپشون کرد. اینها فردا یا پس فرداش میتونستن به بیرون تردد کنن. منم به فکر این افتادم، این مقدار محدودیت هایی که داشتیم بعضی جنس ها رو لازم داشتم، چند بار گفتم برام نیاوردن، تهیه نشد. بعد رفتم به مسئولمون گفتم، به همون مسئولم گفتم خب من میخوام برم بیرون خودم تهیه کنم. این بازار که کنارمون دو قدم برتر از این در کم خب دکون هست، مغازه هست، بازار هست، برم من تهیه کنم. این گفتش که اشکال داره ولی نمیذارن بری. خب آخه چرا؟ میرم صحبت میکنم. من رفتم با مسئول کمپ صحبت کردم که قضیه اینجوریه، من میخوام برم بیرون، کمبودهایی دارم جبران کنم، بخرم بیارم که محدودیت های خودم و دوستانم رفع بشه. اما مسئول کمپ اول که گفت نمیشه و ضوابط نمیذاره، بعد من اصرار کردم، گفت من از بالا سوال میکنم. فردا که من رفتم که جواب سوالمو بگیرم، گفتش، گفتم که چرا افراد مختلف مثلا سوری، عراقی، افغانی، کوزووی اینجا هستن، میتونن تردد کنن به بیرون. اونا مثل ما، حتی بعد از ما وارد کمپ شدن، مثل ما هم آدم های غریبه ای هستن، مهاجرن، آوارن، وارد کمپ شدن ولی میرن بیرون خریدشون رو میکنن. بعد به من جوابی داد که خیلی ذهن من رو باز کرد. گفتش که اونها افراد آزاد هستن، ولی تو چی؟ تو جز مجاهدینی. گفتم خب یعنی چی؟ گفتش که مجاهدین طبق قاعده‌ای که گذاشتن برای ما و ما از ما خواستن، خود سازمان مجاهدین و توافق کردیم، نباید افرادشون بیرون برن و ما هم اجازه نمیدیم تا وقتی تو کمپ هستن بیرون برید. این اصلا به خودتون مربوطه، به ما ربطی نداره. گفتم مگر بیرون رفتن مغایر با قوانین پناهندگی کمپ و مسائل کشور شماست؟ گفت نه، اصلا بحث اینا نیست و اصلا هرچی هست تو خودتون هست، خودتون از ما خواستید که نذاریم و به این خاطر اصلا تو اصرار بی خود برای من هم دردسر درست میکنید. بعد من فهمیدم که بابا اینا خیلی دیگه، اگه اونجا با یه چیزایی توجیه پذیر بود دیگه اینجا چرا؟ و رفتم گفتم که چرا اینجوریه. و بعدم بعد از کمپ که رفتیم به قسمتی که بهش مفید میگفتن که همه میدونن، دیدم نفرات خیلی شدیدتر کنترل میشن، اجازه ندارن بازار برن. میخوام برم بازار مثلا کفش بخرم، از هفخان رستم باید رد بشی، به کسی بگی، اطلاع بدی، اجازه بهت بدن، ندن. مثلا هم تو همون منطقهی که اونجا بودی، حق نداری به این سمت نگاه کنی، تا اینجا بیشتر نباید بری، و اصلا مسائلی از این قبیل که بدتر از اونجا است. بودم ای بابا، اینها اصلاح پذیر نیستن و دیگه تو این کشوری که اینجا میشه بعضی این مسائل و کمبودها را رفع کرد، چرا اینجوریه؟ به این خاطر بعد از خب ذهنیت‌های قبلی هم داشتم، دیگه گفتم آقا دیگه اینجا جای موندن نیست و باید رفت. خیلی کوتاه مدت شد، فکر کنم 10 روز بیشتر اونجا نموندم و بعد از 10 روز
تقاضای جدایی دادم. بله. بسیار ممنونم از شما. خیلی جالب گفتید، اونجایی که اون طرف به شما گفته که شما که آزاد نیستید مثل اون افراد کشورهای دیگه. خب همونطوری که درون تشکیلات بر علیه دوستان جدا شده شما حرفای بد میزنن و هنوز هم میگن که اینها معتاد شدن و گوشه خیابون هستن و اینها، با توجه به اون چیزایی که اونجا به شما میگفتن، الان که خود شما آمدید بیرون و شخصا دارید میبینید، چی فکر میکنید درباره این دوستان و واقعیت چی هست؟ بله آقای سوربی، اینها رو من خودم مدت کوتاهی که تو آلبانی بودم میشنیدم و افراد مختلفی اینها رو مطرح میکردن که من اسم نفر میبرم، ولی یه روز توی نشست کوتاه کوچیکی که چند نفری که داشتیم، یکی از این بچه ها راجع به یه نفر که بیرون اومده بود صحبت میکرد، من بهش تشر زدم که چرا راجع به فردی که دیگه بین ما نیست صحبت میکنی و بحث ما رو منحرف میکنی. میخواستم بگم یعنی در این باره حرف نزن، که ناراحت شد که چرا تو چرا از بریده دفاع میکنی. من بهش گفتم که کسی که بین ما نیست و نمیتونه از خودش دفاع کنه دیگه نباید صحبت کنی راجع بهش و هرچی دلت خواست. دومی که حرفا رو از کجا شنیدی و کی بهت گفته؟ و بعد از این چیزا تو اون مدت زیاد شنیدم که من عموما بهشون میگفتم حق ندارید راجع به این مسائل صحبت کنید و درست نیست. بعد حرفای مختلفی میزدن، همین که میگید این افراد اینجوری هم معتاد شدن و بدبختی و پیسی افتادن و تبلیغات سوء مختلفی که راجع به افراد میکرد، مثلا دروغ میگفتن به این عنوان که ما مدتی که بودیم مثلا میگفتن مردم آلبانی اینطوری هن اونطوری هن و بعد ما که اومدیم بیرندیم که دروغ گفتن و به شدت هم دروغ گفتن. مثلا میگفتن که تو این کشور امنیت وجود نداره، نمیدید قاچاقچی و این چیزایی که حالا نسبت به بیرون آلبانیا شنیدن. البته خب بعضیش درسته ولی ربطی به شهر و داخله. من وقتی اومدم بیرون تابع همین ذهنیت ها با احتیاط رفتار میکردم، ولی بعد دیدم تو این شهر به شدت امنیت برقراره، یعنی حرف اونا دروغه. مثلا من ساعتهای اول شب که میشد تلاش میکردم بیرون نمونم، میگفتن سر میبرن اذیت میکنن نباید بیرون باشی شبا. بعد چند روز نگذشت من فهمیدم که خیلی دروغ میگفتن راجع به آلبانی ها، که اصلا راجع به تاریخشون، راجع به رفتارهاشون، راجع به مردمشون. خب اینا با دیدگاه خودشون حرف میزدن، دیدم خیلی دروغ گفتن و من بعضی وقتا ساعت 2-3-4 شب از نصف شب گذشته میرفتم خونه و هیچ وقت هیچ موردی ندیدم که تهدیدی، نه فقط برای من، و اصلا ندیدم مورد مشکوکی که تهدید ایجاد بشه، که خیلی زود دروغ‌هاشون برملا شد. از جمله راجع به جدا شدگان، خب بعد اومدم دیدم نه خیلی نرمال زندگیشون رو میکنن، آزادن، راحتن. البته خب محدودیت کم بود زیاده و دارن این افراد، خب پشتیبانی نمیشن، فردن، پول آنچنانی هم که ندارن، خب پس محدودیت، ولی خیلی نرمال و عادی زندگیشونو میکنن و هم دیگه احترام میذارن. این که بعضی افراد ممکنه برن به این التماس کنن، البته بعضی دروغ هم نیست، بعضی افراد برای چند درغاز پول، همین که دوربر اینا میچرخن و خبرهای جلی بهشون میرسونن برای اینکه خب خود شیرینی کنن، ولی من هیچی در ندیدم از این جدا شدگان الا اینکه زندگی راحت. بذارید مثال براتون بزنم، خیلی از بچه ها وقتی اومدن بیرون خیلی از مریضی هاشون رفع شده، از جمله خود من از 2 سال خورده یک اومدم بیرون شاید دوبار 2 تا قرص سردرد نخوردم، چون مریضی هم رفع شده، اون استرس، فشار، ناراحتی هایی که وجود داشت رفع شده و خیلی از دوستان دیگه خیلی از مریضی هاشون رو تونستن علاج کنن، خیلی از مریضی هاشون خود به خود رفع شده، چون خیلی از مریضی های از جمله میگرن و خیلی مسائل اینجوری سردرد و چیزهای عصبی بر اثر و استرس و فشاریه که توی اینها زیر این نفرات زیر فشارهایی که توی این فرقه بودن
دوچارش شدن، ولی الان چون که آزاد هستن و میتونن مسائل خودشونو دنبال کنن یا حل فصل کنن، خیلی مسائل حل شده و حرفا دروغه و هیچ کسی اینجوری نیست که ما حداقل حالا شاید شخصی دوست داشته باشه یه چیزی بخوره یا نخوره یا کاری بکنه که اونا خوششون نمیاد. البته اونا تبلیغات میکنن برای که ذهن افراد رو بیشتر مشوش کنن و افراد کمتر به فکر جدا شدن و بیرون اومدن بیافتن. حتما تبلیغات سو زیاد میکنن که اینا بدبخت شدن، کسی نیست بهشون کمک کنه، آواره شدن، تو خیابون میخوابن. خب میترسونن بقیه رو که بیرون نیاد. بسیار ممنونم. آقای مانی خورسندی از ونکوور کانادا از شما میپرسن چند نفر در کمپ هستن؟ کمپ کجا منظورتون هست؟ همین آلبانی که شما بودید آخرین بار اینها. اگه کمپ آلبانی رو میگین، کمپ دیگه الان از مجاهدین کسی توش نیست. آخرین سری که کمپ بودن همون سری بود ما از عراق اومده بودیم که همشون بعد از یک و نیم ماه از کمپ ترخیص شدن و رفتن به همین جاهایی که مجاهدین کرایه کردن و توش زندگی میکنن. حالا هم که یه جای دیگه رفتن، حالا هم رفتن یه قرارگاه چیز دیگه. بله. کلن چند نفر باقی موندن؟ فکر میکنی چند نفر؟ والا هیچ وقت صحبت میشد؟ هیچ وقت عدد و رقم اینها هیچ وقت معلوم نبوده، هیچ کم نمیدونه. اینها خیلی وقتا نشریات مختلف در حتی ما که در درون اینها بودیم نمیتونستیم حدس بفهمیم چند نفر. تو مثلا اون زمان تو اشرف، کل اشرف که یک قرارگاه بود یا قرارگاه دیگه، بفهمیم تعداد نفرات چقدر. به شدت کنترل میکنید دنبال این مسائل نره و خیلی وقتا نفرات هم اصلا وقت ندارن دنبال این کارا برن و اصلا فکرش نمی کنن چرا باید دنبال این کارا. ولی مثلا اون زمان یادم میاد تو نشست ها مطرح میشد مثلا فلان نشریه مثلا فرانسوی یا انگلیسی گفته که در اشرف مثلا 3000 نفر زندگی میکنن یا 5000 نفر. اینا خیلی با تبلیغات و برنامه میگفتن که دیدی نوشته 5000 نفر، که معلوم بود طرف اقراق کرده و اینا از این 5000 نفر خوششون اومده. هیچ وقت اینا از 5000 نفر بیشتر نشدن، شاید همیشه کمتر از این بوده. ولی الان چه تعدادشون مونده؟ خیلی کم، خیلی کم موندن. حداقل به حدس، حتی عددش نمیشه دقیق، حتی نزدیکش نمیشه، ولی خیلی کم شدن، خیلی کم شدن در سالیان مختلف. چه تعدادشون از بین رفتن، چه تعدادشون کشته شدن، تعدادشون خب یه تعداد هم که جدا شدن از وقتی اومدن آلبانی. که خب اینها افرادی که الان دارن موجود به نظر من خیلی تعداد محدودی هستن. خیلی ممنون. آقای پرویز حنا به شما سلام میکنن و آقای اکبری هم از آلمان. ممنونم از این دوستان. ممنون، تشکر میکنم. آقای محمدیان میپرسن که چرا فرقه دوست ندارد مسائل درونیش بیرونی شود، مناسباتی که در بیرون تعریف ندارد، غسل هفتگی و انواع نشست ها. نظر شما در این مورد چی است؟ طبیعیه که خب دوست ندارن اینا اصلا مطرح بشه، حتی کسی راجعشون بحث کنه، چرا که مچشون وا میشه، دروغایی که گفتن، راهکارهای غلطی که در پیش دارن و نسخه ای که میتونه ادعا کنن که ما روشکار و نسخه ای که برای جامعهمون داریم اگه اینجوری باشه خب مردم نمیپسندن. خب مردم پسشون میزنن، خیلی بدتر مچشون رو میشه دیگه، ادعاشون خیلی رو میشه و بیشتر افشا میشه. پس دوست ندارم، دوست دارم همیشه در خفا. البته این سازمان همیشه مخفی کاری داشته به اسم مخفی کاری انقلابی، البته این که نیست، ولی هیچ وقت اینا شفاف با هیچ کی صحبت نکردن، چه راجع به تعدادشون، مسائل مالیشون، اصلا شفافیتی در این گروه وجود نداره. حتی داخل خودشون با خودشون دروغ میگن و کتمان میکنن بعضی مسائل رو. اصلا اینا اجازه نمیدن کسی وارد مسائل از این طریق که به خود قول خودشون اطلاعات محسوب میشه و اطلاعات هم خب خطر جانی برای بقیه داره، وارد این مسائل بشه و اینکه مسائلشون رو مطرح کنن. خب معلومه، خب مشتشون وا میشه و دوست ندارن اینجوری
کسی راجع به این مسائل حرف بزنه و کسی این چی مسائل رو بدونه. اصلا یکی از به اصطلاح خصوصیات سکت یا کالت یا فرقه همینه که یه چیزای خیلی پیش پا افتاده رو مهم میکنه و اینا رو میگه به صورت اطلاعات نگه دارید و فکر میکنه که داره کار بزرگی انجام میده و نباید این راز برملا بشه. آقای خورسندی میپرسن در گرد همایی پاریس شما حدس میزنید چند نفر بودن؟ اجازه بدید من نظر خودم رو بگم. آقای مانی یه عکس‌ها رو نگاه کنید، تعداد پرچم‌ها رو ببینید، تعداد سیاه‌پوست‌ها رو ببینید، تعداد شرکت کنندگان خارجی که اکثرا دانشجویان جوانی هستند که بهشون به دروغ گفتن گردش و تفریح و اصلا وقت طرف آمده اونجا نمیدونه. من عکسایی رو نشون دادم که طرف پرچم ایران رو گذاشته زیر ماه تحتش و نشسته روش، اصلا خبر نداره این چیزی که بهش دادن پرچمه یا یه تیکه پارچه است. عکسهای رجوی و مریم و اینها رو هر جوری که دلشون میخواد و من فکر نمیکنم کسی از اون تعداد بتونه بفهمه که چند نفر هستن. ولی حالا سوال شما رو از آقای محمدیان میپرسیم، به نظر شما در گرد همایی پاریس چند نفر بودن؟ والا پاسخ به این سوال سخته. این که من همین که شما گفتین همیشه از طریق تلویزیون و همین تصویرهای ماورایی و تلویزیون اینا دیدیم و خب حتما افکت رو نمیدونم یه کارهایی میکنن روی این چیزا، من نمیتونم حدس بزنم. ولی تا جایی که میدونم خب همین که شما گفتید آوردن افرادی حتی غیر ایرانی فقط به اسم اینکه تفریح بهشون میدن و چیزی خب زیاد بوده. ولی اینکه من هیچ وقت آزاد نبودم اون زمان که بفهمم یا دنبال این کارا باشم، من نمیرفتم دنبال این کارا. حتما افرادی که بیرون هستن یا بیشتر دسترسی دارن بهتر میتونن این مسئله رو دنبال. خود آقای خسروی که گفتن حتما خب تو دنیای بیرون میتونه خودش دنبال بیشتر بکنه، ولی واقعیت اینه که این عدد و رقمی که اینا میگن این واقعی نیست و اغراق میشه درش. بله آقای خورسندی اینو گفتن و اینشون هم منظورم خود مجاهدین است. ببینید آقای خورسندی، شما با یه سازمان راستگو و شفاف روبرو نیستید که بگه من 1500 نفر. خود من وقتی که آقای فیلابی به من میگفت و میرفتم فیلم برداری میکردم و براشون مجانی میرفتم کار میکردم، میدیدم افرادی رو از کلیسا آوردن، افرادی رو مست، افرادی رو از به اصطلاح کنار خیابون آوردن برای یه ساندویچ، دیدم افرادی رو از میامی و این برانور آوردن و یکی از دوستان به نام جواد که مسئول اون کاروان بود بهش گفتم اینا که آمریکایی هستن. تو ببین سور بجا به من مثلا گفتن 20 نفر رو بیار، من که خانمم نمیاد، بچه هم که نمیان، اینا رو برمیدارم میان، به منم چند روز حقوق میدن، من ماشین رانندگی میکنم میام و میرم و اینها. در هر صورت آقای محمدیان حق داره، میگه من که آزاد نبودم نمیدونم. خود شما نگاه کنید عکس ها رو آقای خورسندی، اگه نگاه کنید خیلی متوجه میشید. بازم ممنونم آقای محمدیان، ممنونم از آقای خورسندی و شما لطف کنید درباره پروژه سفیدسازی برای ما توضیح بدید که چیست و اهداف فرقه از این اقدام رو توضیح بدید. چه اقدامی در این رابطه در آلبانی انجام دادن؟ ما که جدیدترین شد دیدیم که دکتر برای اعضای خودش نمیبره، میاره برای مردم آلبانی، انگار که اینها شدن مسئول بهداری و بهداشت و خدمات درمانی، یا خانم رجبی شده وزیر بهداری کشور آلمان. بفرمایید. بله این پروژه از بعد از سقوط صدام در عراق اعمال میشد، پروژه سفیدسازی. دلیلش هم اینه که اینا که از مردم گریزان و از مردم جدا بودن و با مردم هیچ رابطه ای نداشتن، دوره صدام هم بهشون اجازه نمیداد با مردم رابطه داشته باشن به خاطر شرایط کشوری خودش، ولی بعد از سقوط صدام برای به قول خودشون جذب نیرو و اینکه خب اونجا عراق میگفت اینجا نباید بمونید، میخواستن تعدادی رو بیارن. هم اینکه اعمال گذشته خودشون رو که مثلا چه کار کردن اینا روی مردم با نیکی کردن و خوبی کردن به قول خودشون به مردم، خودشون از خودشون یه چهره جدیدی
ارائه بدن که دست به استخدام گسترده نفرات عراقی زدن، از جمله شیوخ و مناطق مختلف رو افراد رو استخدام میکردن براشون امضا جمع کنه و با امضاهایی که خیلی وقتا یا هر از چندگاهی عنوان میکردن که ما 2 میلیون، 3 میلیون، نمیدونم چند 5 میلیون امضای عراقی داریم که اینا خواهان موندن ما در عراق هستن، اینها از این طریق چیز میشد، جمع میشد با وسیله افرادی که استخدام میشد، از جمله خود من مسئول پرداخت حقوق به خیلی از نفراتی که یه منطقه بزرگی دست ما بود بودم که نفرات رو استخدام میکردیم، پول بهشون میدادیم، کرایه ماشینشون میدادیم، ماهانه حقوق میدادیم و نگهداریشون میکردیم تا این افراد در زمانهای مختلف که لازم باشه و اینها لازم ببینن برن و امضای نفرات مختلف در عراق و جاهای مختلف رو بگیرن یا نفرات مشخصی رو برن دنبال کنن بیارن داخل قرارگاه که اینا باشه، از جمله ساختن مسجد، مدرسه با پول مجاهدین که در صورتی خود مجاهدین در مضیقه بودن، افراد داخل مناسبات کمبودایی داشتن ولی با مسجد و مدرسه و نمیدونم بهداری و از این چیزها می ساختن که یه چهره بشر دوستانه از خودشون توی مردم جا بندازن و دیگران رو جلب کنن و بعد اعلام کنن که ببین ما این هستیم و مردم این سودها رو رسوندیم و حرف مردم عراق راجع به ما اینه که خب باید باشیم و حق داریم باشیم و حرفی راجع به ما و اعتراضی راجع به بودن ما ندارن، چون دولت اونجا میگفت اینجا اینا باید اینجا برن. از جمله مثلا دم در اشرف تو خیابون اصلی بهداری تاسیس کرده بودن با اینکه خیلی از افراد داخل مناسبات کمبود مریضی های مختلف داشتن و دکترها کمبود دکتر بود که اینا رسیدن، ولی دکترهای اینها و حتی دکتر از بیرون استخدام میکردن که و افراد پیرامون اشرف خدمات پزشکی برسونه تا بتونن یه محبوبیتی حالا کسب کنن. حالا همین رو در آلبانی هم دنبال میکنن، از جمله مثلا وقتی همین جلسه پاریسشون برگزار میشه تعداد زیادی از جوانها و افراد آلبانی رو با دادن پول و وعده تفریح مثلا 10 روز 12 روز طرف میبرن یک تفریح و گردشی توی فرانسه و این مسیر میکنه و بعد هم خب یه پولی بهش میدن توی 2 ساعت 3 ساعت همیره توی این جلسه شرکت میکنه. توی آلبانی از اون زمان شروع کرده بودن یه تعداد رو میبرن که همین افراد آشنا میشن و پروسه خودشون و به اینا میگن که ما اینیم و چیزایی که به اینها میگن و خودشون رو مثلا معرفی میکنن. توی داخل توی خود شهر تیرانا و آلبانی هم خب از غیر از اینکه افراد رو میبردن توی جلساتشون، مثلا الان اینها هر چند وقت یک بار این مریم خانمشون میاد جلساتی میذاره و یه سری وزرا، نایب وزرا، نمیدونم رئیس ادارات بعضی جاها رو هم دعوت میکنن با هدایای مختلف و پول فراوان، اینها رو میبرن هم رسیدگی میکنن و احترامات میکنن تا اینها بهشون در بعضی جاها بهشون کمکهایی بکنن، از جمله که توی خود بچه ها شایع است که با اینا وزرا رو هم خریدن، دولت آلبانی هم خب مردمش فقیرن، خب اینا هم پول زیاد دارن میدن میبرن. حالا هم از جمله چیزی که شما گفتید الان بهداری میسازن، حالا به اسم یک خیریه آمریکایی ولی با تماماً با پول مجاهدین، در صورتی که نفرات داخل مناسبات واقعا در مضیقن و خودشون کمبودهای فراوان دارن، اینها میخوان چهره از خودشون، چون جا توی جامعه چهره زشت و منفوری از اینا جا افتاده و مردم اینا رو قبول ندارن، هیچگاه اینا در سمت و مسیر ملت نبودن، حالا میخوان خب بگن نه ما این نیستیم. حالا حتی توی آلبانی هم دافعهایی ایجاد شده بود روزهای اول و هنوز هم هست بین مردم که خب خوششون از اینا نمیاد، از رفتارشون، از کارهایی که میکنن، حتی دولت بعضی وقتا اعتراضاتی داره نسبت به کارهای اینا، خب میخوان سفید سازی کنن که نه ما این نیستیم و یک چهره جدید یا واقعا معروف یک ماسک به صورت میزنن به خودشون، اینجوری از زیر این فشارها و دافعهایی که ایجاد میشه در جامعه بتونن کمی اینو تقلیل بدن و کمش کنن. از جمله من یه مثال بزنم، یه روزی من بنابر یه آشنایی که با یکی از این افراد آلبانی داشتیم، بعد مادرشون توی قهوه خونه مادرشون هم اومد به من معرفی کرد و با مادرشون نشسته بودیم، از جمله چند تا خانم جمع شدن که با همون خانم آشنا بودن صحبت می‌کردیم، یه کسی که وارد شد این
خانم منو معرفی کرد، گفت دوستمون ایرانیه و گفتش که کجای ایران، و هم که صحبت میکنم گفت نکنه از مجاهدینی، گفتم بله قبلا از مجاهدین بودم. خیلی دافعه داشت، یعنی چهرش کدر شد، ناراحت شد، گفت اه این مجاهدین اینجوری هن اونجوری هن فلان اینا. البته من اونجا مثلا دفاع کردم، یه حقهایی رو گفتم، گفتم نه اینجوری که تو میگی نیست و فلان اینا، هم که میخواستم ذهن طرف رو چیز کنم، هم این که خب خودم رو ازیره که شاید هم اشتباه کردم، از اونا دفاع کردم و قانعش کردم که نه اینجوری که فکر میکنی نیست. ولی منظور این که یه دافعه های اینجوری در جامعه هست، خب اینا میخوان با این کارها ذهن مردم رو عوض کنن. بسیار ممنونم، اجازه بدید که از آقای محمد رزاقی تشکر کنم. و ایشون برای شما نوشتن از پاریس از فرانسه: آقای سوری سلام بر شما و مهمان برنامه آقای محمدیان، تبریک به ایشان به خاطر آزادی ذهنی و جسمی از فرقه رجوی. دوست عزیز به دنیای آزاد خوش آمدی. ضمناً دوستی از تیرانا آلبانی فکر کنم نوشتن، ایشون اسمشون هست فرمان ایرانی: درود به آقای محمدی که اینقدر واضح و روشن صحبت می کنند و توضیح می دهند، درود به همتشان. همین دوستمون یه سوال دارن، سوالشون این هست که بپرسید چرا مجاهدین از افشاگری افراد جدا شده به هم می ریزند و خیلی وقتها جواب حرفهای رژیم را نمی دهند، اما به محض اینکه یک جدا شده اعلام جدایی می کند در تمام نشریاتشان داد و فقان میکنن. اجازه بدیم به این دوستمون بگم که آقای محمدیان در صحبتاشون گفتن که افرادی که اونجا هستن الان به این نتیجه رسیدن که مجاهدین جنگ و مبارزه با آخوندها و ملاها و جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته و متاسفانه مشغول درگیری بین خودشون هست، یعنی میشه بگی یه نوع جنگ داخلی. ولی شما لطف کنید سوال این دوستمون رو جواب بدید. ضمناً آقای غلامرضا شکری هم به ما پیوستن و میگن سلام آقای سوربی عزیز و آقای رحمان محمدی. بفرمایید. بله از دوستان ممنونم و سلام میکنم خدمتشون، تشکر میکنم از اثر لطفشون. اینکه جواب ما جدا شدگان رو اینجوری میدن، من گفتم، البته آقای سوربی هم اشاره کرد، مبارزه با رژیم در کار نیست به مجاهدین که اثبات با رژیم بجنگن. خب البته میگن، شعار میدن، تبلیغ میکنن، مقاله مینویسن، چون اظهار وجود باید بکنن. خب میخوان بگن ما هستیم، زنده ایم، هنوز نمردیم، هنوز ما، خب البته خود دنبالچه آمریکا هستن، دنبال آمریکا شدن و این آمریکای جهانخواری که زمان اینا ننگ میدونستن و شعار میدادن و اینا، خیلی راحت خب دیگه توی خط خطوطی که اون میده اینا تبلیغش میکنن. مثلا شما در نظر بگیرید همه دنیا از برد تیم ملی ایران را خوشحال میشن، اصلا کسی نیست ایرانی باشه ناراحت بشه، اینا ناراحت میشن، کدر میشن، بهشون بر میخوره، چون اصلا با ملت و ایران و ایرانیت اصلا فاصله گرفتن اینا. اما اینکه چرا جواب ماها رو زیاد میدن یا ما رو بیشتر میدن یا سریعتر میدن، خب ما توی اینها بودیم، عضو اینها بودیم، خیلی از کارهایی که اینا میگن ما هم کردیم. ما اصلا حاشا نمی کنم خیلی از کارهایی که اینا کردن، بالاخره من توی مجاهدین، توی همین مجاهدین بودم 28 سال خورده، 29 سال، و خب خیلی از این کارها رو انجام دادم، چه به دلخواه، چه از روی رضا و چه غیر دلخواه، و انجام دادیم. ما همه مسائلی که میگیم از تجربه شخصی خودمونه، دروغ که نمیگیم، تبلیغی نیست که از دور دیدیم، نمیدونم از پشت لنز دوربینی، نمیدونم از راه دوری دیده باشیم. ما توی اینها نفس کشیدیم، کار کردیم، جون کندیم و دیگه هرچی بگیم اون تجربه شخصیمونه و دیگه نمیتونه دروغ باشه. آقا من اینجوری بودم، این کارو کردم و اینا هم این کارو دارن میکنن، اعمال میشه این کارها و داره هر روز هم اجرا میشه. خب برای همین چون دست روی واقعیت میگذاریم و اون واقعیت اینها رو افشا میکنیم، از افشای واقعیت خودشون خب بیم دارن، از افشای واقعیت های درونی و زشتشون خب معلومه باید بیان جواب بدن که
اینجوری لطمه به قول خودشون لطمه نخورن. خب معلومه که اینها از این نمیگذرن و جوابهای آنچنانی میدن، معلومه که خب بهشون بر میخوره، احتمالاً به همون نقطه‌ای میخوره که باید بخوره. به قول خودشون میگن که تیر به هدف خورده، تیر به هدف خورده افشاگری های ما، حرف های ما. دروغ نیست، واقعیت زندگی خودمونه، زندگی ملموس و با مرور روزمره‌ای که داشتیم اونجا و الان بیانش میکنیم، چیزی هم بهش اضافه نمیکنیم. خیلی چیزا ما به خاطر شرایطی که داشتیم یا شرایطی که داریم از بیان خیلی از مسائل برامون یا سخته یا نمیتونیم خوب بیان کنیم. وگرنه اگه مسائل درونی که ما توش بودیم، نفس کشیدیم و زندگی کردیم بیان بشه، دنیا حیرت خواهد کرد، بیشتر حیرت کرده، حیرت کرده از عدم شفافیت و این کارهایی که اینا میکنن و این جنایتهایی که میکنن و این زورها و ظلمهایی که در داخل و افراد میکنن و حیرت کردن. ولی دنیا بیشتر حیرت میکنه و بیشتر دست اینا رو میشه، به این خاطر عکس العملشون شدیده و خیلی هم سریع. خیلی ممنون. اجازه بدید که اون چیزی که تو مغز من اومد وقتی که شما راجع به اصطلاح تیم‌های ملی ایران گفتید، آقای خورسندی نوشتن پس امروز خیلی خوشحالند چون تیم ایران به اصطلاح 3-0 به ژاپن باخت. حالا امیدواریم برای اونایی که این فیلمو می‌خواستن ضبط کنن بعداً برن نگاه کنن، اسپویل نکرده باشیم، خراب نکرده باشیم. ولی بذارید چون چند تا سوال شده بپرسیم. آقای به نام گیلمرد میپرسه که لطفاً بفرمایید منابع مالی مجاهدین از کجاست؟ جالب اینه که خود ایشون نوشته که تا اونجا که ما میدانیم سازمان مجاهدین در آمریکا سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده و به زودی به صورت یک کارتل عظیم اقتصادی در میآید. شما چیزی خبر دارید راجع به به اصطلاح وضعیت مالی مجاهدین و اینکه اینها این همه پول و مخارج و اینها را از کجا میارن؟ والله آقای سوردینی، در جواب این دوستمون باید بگم اولا که من نمیتونم اصلا مأخذ یا منبعی برای درآمد ها اینا ذکر کنم و نمیدونم. فقط یک چیز مسلمه و میشه گفت، درآمدها و پولایی که اینا خرج میکنن نمیتونه از اون چیزهایی که اونها میگن باشه، یعنی مثلا از طریق مردم یا کمک‌های همین همیاری که میذارن یا کمک‌های مردمی یا چیزی. این مقدار پول که اینا صرف میکنن نمیتونه از این مسیر باشه، چون ما اولا که اینا عدم شفافیت که گفتم دارن، همیشه هم سر مسائل مالیشون این در بدترین شکلش بوده که و هیچ وقت افشا نکردن و نمیگن و همه هم سر این موضوع متفق قولن که مجاهدین نسبت مسائل مالیشون اصلا شفافیت ندارن و هیچ وقت هم نداشتن و نمیتونن هم بگن. اما همین که گفتم مسلمه که نمیتونه این از طریق خانواده ها و هوادارهای داخل، چون اینا ادعا میکنن هوادارها و خانواده های داخلی ما برای ما میفرستن و خرج ما رو میدن. خودشون به قول معروف میگن اینا پول مردمه، یا بعضی وقتا میگن پول امام زمانه، پول رهبریه. به این خاطر افراد داخلی در مضیقن که مثلا یک دلار اضافه بخوان یا مثلا یه پیرن اضافه بخرن، ولی نسبت بیرون خب فراوان خرج میکنن. اول اینکه من در 2 سالی که الان بیرون هستم، نه فقط با خانواده خودم، با طیف مختلف مردم و افراد مختلف از نهله‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف و برنامه‌های جاهای مختلف در تماس بودم، یک محبوبیتی در بین ایران برای اینا ندیدم. اونی که میگن که البته اینا میگن چون اختناق هست در ایران و اگه کسی بگه هوا دارم یا چیز کنه خب اذیتش میکنن، خب این یه حدی داره. ولی من الان مثلا ندیدم به طور حتی احساس بکنم بین مردم. حالا بگیم حتی موجه مقداری اینا نفر دارن، هر شب که خودش این مقدار پول، آخه مردم ایران در وضعیت اقتصادی اونچنانی نیستن که بتونن اینجوری کمک کنن. آخه اینها میلیونی خرج میکنن. مثلا شما در نظر بگیرید 500 شخصیت تراز اول مملکت‌های مختلف رو از جمله آمریکا رو از آمریکا میکشنن توی جلساتشون، نه یک بار در سال، بعضی وقتا 10-12 بار در سال سر جلسات مختلفشون اینا رو میارن که هر کدوم کلان پول میگیرن.
خود مسعود رجوی در یک نشست ها میگفت، اون یه جنرالی بود الان اسمش یادم نیست که یه مدتی از زمان رئیس ناتو بود، میگفت این از تختش که میاد پایین 25000 دلار میگیره. حساب میخواست به بچه های معروف نفرات بگه که ناراحت نباشید، بالاخره همه دنیا پولیه، ما هم باید پول بدیم. حالا حساب کن که رفت از تختش میاد پایین 25000 دلار میگیره، تا پاریس که میاد چقدر میگیره. از جولیانی پرسیده بودن که تو از مجاهدین پول میگیری؟ طرف رفته بود ولی نگفته بود، نگفته بود من خیلی وقت با مجاهدین کار میکنم. الان هم که ماجرای پولاش که به حزب راستگرای اسپانیا کمک کردن مطرح است. شما در نظر بگیرید که اینها رو میارن 500 شخصیت از اول مثلا میارن پاریس، باید در بهترین هتل ها خودشون و محافظین و افرادشون رو جناح براشون، اصلا یک بخش، یک مجموعه، یک طبقه رو براشون کرایه کنن با پولای کلان. این افراد فقط هزینه اینها چقدر میشه؟ و اون افرادی رو که میارن تماما با پول میارن تو جلساتشون، هیچ کی بی پول نمیاد. ببخشید آقای محمدیان، چون شما همه چیزایی که گفتید خیلی درست بود، این یکی رو من باید تصحیح کنم. شما گفتید 500 نفر افراد تراز اول، اینا رو سازمان مجاهدین میگه تراز اولن، اینها بیشترشون ورشکستگان سیاسی، افراد بدنام مخصوصا از آمریکا. مثلا بهترینشون کندی بود که یه معتادی بود که گندش هم اینجا بالا اومده بود، خود من دوبار ازش فیلم برداری کردم و آخرم مجبور شد گفت که بین 15000 دلار تا 25000 دلار از اینا میگیره و آمریکا رفت دنبال اینایی که با مجاهدین صحبت میکنن، اینها همشون باید توی مالیاتشون برگاه مالیاتی مینوشتن. آقای خورسندی که اون سوال درباره چیز کرده بود، میگن که دوستان ما در کانادا میگن ما از درآمدمون باید برای سازمان بفرسیم. خب پس میشه گفت که سازمان مجاهدین هم مثل آخوندا خمس و زکات میگیره و احتمالاً به زودی مالیات هم میگیره. و من خودم آقای خورسندی یه دوستی دارم که اونم تو کانادا هست، شیرازی هم هست و با بیمه و اینها کار میکنه، وضعش هم خیلی خوبه و آخرین باری که من ایشون رو از واشنگتن آوردم تا در منزل آقای فیلابی و اینها، گفت من سالی 1,200,000 دلار میسازم، 300,000 دلار شو باید بده به همسری که طلاق داده، و میگفت سالی 600,000 دلار میفرستم برای مجاهدین. حالا راست یا دروغش رو من نمیدونم، ولی با همه اینها حتی این پولها هم جوابگوی این همه مخارج نیست. ولی آقای غلامرضا شکری میگه بهترین پاسخ رو دولت آلمان به حزب سبزها گفته که عدم شفافیت این سازمان بر سر مسائل مالی سوال برانگیزه و باید رفت و با جدا شده ها صحبت کرد. آقای فرمام ایرانی هم می‌نویسن که درود به شما که اینقدر قانع کننده پاسخ دادید، خیلی خیلی دقیق گفتید که چرا، که برای همین است که مریم میگوید گلوله را به جدا شده ها بزنید. و آقای رزاقی میگن ده ها سند انکار ناپذیر از دریافت دلارهای خونین از صدام ملعون وجود دارد، لطف کردن لینکش رو هم گذاشتن. خیلی ممنون و متشکرم آقای رزاقی که در فیسبوک به اسم سهند فریاد هستند. و آقای پرویز حنا نوشتن اون جنرالی که شما گفتید جنرال کیسی بود. یادتون باشه دوستان که جنرال کیسی کسی بود که گفت چیز به اصطلاح مجروح شده خیلی بد. این هم از این. خب آقای محمدیان اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه هنوز 4 تا سوال درست حسابی باقی مونده و بریم سراغ اونها و از شما خواهش میکنم کمی مختصرتر اینها رو پاسخ بدید، چون هم دوستان شما رو دوست دارن و مایل هستن سوال کنن، هم این که سوالها داره بیشتر میشه. بفرمایید. بله، یه نکته اضافه کنم. من گفتم که شخصیت های تراز اول این رو میدونستم که اینا هیچ کدوم تراز اول نیستن و همشون، یا چون ما خودمون توی وقتی توی تشکیلات بودیم خیلی وقتا سوال ما میشد و با بچه ها تو در دل میکردیم، حرف میزدیم، این به طعنه اینو میگفتیم، میگفتیم چطوریه اینا تا وقتی در قدرتن، مثلا طرف نخست وزیر یه چیز کاری هست، تا در قدرتن و کاری هستن نمیان طرف ما، همین که رفتن کنار و ورشکست شدن فوری مجاهدین میرن سراغشون و خب با پول میارنشون. این رو هم میدونستیم که اینا عموما
خود تک و توکی هست که مثلا بشه روش حساب کرد، و افرادی هم که به هر حال دنبال درآمدهای کلان میگردن و خب پول مفت مجاهدین هم، پول حلال مجاهدین هم خب براشون خب مشکل حل کنه. بله. خب آقای محمدیان، لطف کنید مختصری از بیانیه اعلام جدایی خودتون رو اگر در دسترس برای ما بخونین، یا همینجوری بگید که شما چی نوشته بود. بله، من به طور خلاصه در برگم نوشته بودم، در اون اعلام جدایی نوشته بودم که من بعد معرفی خودم گفتم که بعد از دیدن خیلی مسائل، بعد ورود به آلبانی و همون مسئله بود کمپ رو گفتم که رئیسش من گفتش که نمیتونی بری بیرون، و دیدم این جریان اصلاح پذیر نیست و راه چاره دیگه نیست، دیگه تصمیم گرفتم که از اینا جدا بشم. چند تا فاکت آورده بودم، یکی این که از قبل خب همیشه در تردید بودم و بنابراین شعر معروف مشیری که مرا آن دل که بر دریا زنم نیست، و بعد هم خب برحال تصمیم گرفتم که بزنم بیرون به دلیل اینکه دیدم خیلی وضعیت بدتر شده و اوضاع داخلی مجاهدین و تشکیلاتشون روز به روز سختتر و بدتر میشه و مردم رو، نفرات رو محروم میکنن. ما که فکر میکردیم با اومدن به آلبانی فرجی حاصل میشه و در تغییری در رفتار ایران میشه، خب دیدیم که اینجوری نیست، و بعد دروغ شنیدیم و دروغ پشت سر دروغ، دیگه گفتیم آقا ما نیستیم دیگه، با دروغهای شما همراهی نمی کنیم دیگه، ما نیستیم و میریم پی کار خودمون، چون مبارزه ای هم در کار نیست. اگه مبارزه یک اپسیلون در مبارزه ادامه داشت، باش ما ادامه میدادیم، ولی چون دیگه مبارزه ای وجود نداره، مبارزه خب تعریف مشخصی داره، الان دیگه فقط شما اعلام وجود و خودتون رو دارید حفظ میکنید و بعد دیگران رو اذیت میکنید، دیگران باید بکشن جون بکنن تا شما زندگی های آنچنانی داشته باشید و خودتون رو حفظ کنید. خب با دیگه ما نیستیم و تقاضا دادیم و جدا شدیم، که بعد اینها ما برگمون رو دادیم و اینها جیغشون در اومد که چرا اینا رو نوشته. اتفاقا سوال بعدی در همین رابطه است، چی شد که مجاهدین زنجیر پاره کردن؟ خودتان چی فکر میکنید؟ مگر شما چی گفته بودید یا چی نوشته بودید که پاسخ دادید؟ میخواین باز بیشتر صحبت کنید؟ بفرم. بله بله، من گفتم که از اونجایی که ما این واقعیت رو میگیم، ما افرادیم که از داخل اینا، من چند تا فاکت آورده بودم و چند تا نمونه که به اینا برخورده بود. خب من مثلا در نوشته بودم که اینا فرد آزاد نیست و نباید این کار بکنه و محدودیت هایی که ایجاد میکنن و دیگه مبارزه‌ای در کار نیست. خب به اینا بهشون برخورده بود، چون فاکت ها و مسائلی که من بهش اشاره کرده بودم واقعی بودن و خورده بود به اینها و دیگه دروغی وجود نداشت، خب ناراحت شده بودن. خب معلومه که اینا ناراحت میشن، اینجوری افسار پاره میکنن و راجع به من اون چیزهایی رو نوشتن که خودشون میدونن و شما هم حتما خوندید، که مثلا به من کمک مالی کردن. خب این که واقعی من حقاشا نکردم که کمک مالی کردم، من سال اول، خب ولی چرا سال بعد قطعش کردن؟ یا مثلا میشنم خب فلان وقت من تو کمپ به ما اینجوری گفتن، خب بهشون برخورده بود. منظورم اینه که خب بهشون فاکت‌ها چون واقعی بود به اینا برخورده بود و انتظارشو نداشتن، به این خاطر افسار پاره کردن. بسیار ممنونم. ممکنه برای شما بعضی از این سوالا و پرسش‌ها تکراری باشه، ولی من چون دوستان لطف کردن و میفرستن، من میپرسم، هر کدوم خواستید پاسخ بدید، هر کدوم نه بگید که پاسخ دادم تا دوستان مراجعه کنن. ضمناً آقای پرویز حنا میگه افراد تراز اول از دید مریم رجوی، وگرنه اونها همه دنبال پول مفت مجاهدین بودن. و اما پاسخ شما به جیغ بنفش مریم رجوی چی بود؟ میشه برای شنوندگان توضیح بدی؟ بله، من نوشتم که خب جیغ و فریادتون برای چیه؟ خب اول اینکه جاسوس و مزدور و نمیدونم از این حرفا چیه؟ مگه من چی گفتم؟ آیا چیز دروغی گفتم؟ واقعیت اینه که تا
کسی پیدا شده مثلا مثل من و افراد دیگه پیدا شده دیگه پای دروغ‌های شما صحه نمیذاره دیگه. حال شما حتما تو قاموستون هر کسی که نیاد حرف شما رو تعریف کنه اون جاسوسه و این حرف رو خدا و خدا میدونه که این دیگه چه تعریفیه، چطوری شما بررسی میکنید که اینجور تعریف میکنید. خب معلومه با پیشینه‌ای که ما از شما داریم و میشناسیمتون، خب توتون بودیم، معلومه خب بهتون برخورده و از این حرفای صد منیت باز میزنید و میگید. حالا نکاتی هم که توی اون جوابیه که به من جواب داده بودن نوشته بودن، من بهشون اشاره کردم، دونه دونه جواب دادم که چطوری بود، چه کمک مالی که کرده. مثلا من نوشتم خود بی بوته و بی وطنشون هم خوب میدونن که حتی یک اپسیلون در نوشته من دروغ نیست و این فقط گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک رفتار و مناسبات تلخ آنان است و جدا شدگان از مجاهدین خلق به دلایل مختلف و البته ترس از شانتاژ و شارلاتانیزم این جماعت از خدا بی خبر نمی توانند به این مسائل پرداخته و حتی اشاره هم بکنند، چون سریع کارگاه دروغ پراکنی اینان شروع به کار میکنه و همون لجن میندازه رو سر کوله اینا. دوباره یه جای دیگه نوشتم، خب شما که میگید اسیر، من اسیر جنگی بودم، البته بچه‌ها جوابای درست حسابی دادن، بچه‌ها وظیفه‌شون مقاله نوشتن و اینکه چرا اسیر جنگی، ما اسیر جنگی بودن ای به ما افتخار، ما از وطنمون دفاع می‌کردیم اسیر شدیم. خب چرا مگه من چی کردم؟ خب اعلام جدایی کردم. خودتون هم خب میگید جدا شده، خب پس چرا، پس چتونه، چی شده، چرا؟ اول اینکه نوشتم، بعد در جوابی نوشتم که انبوه کاغذهایی که در برهه ها و یا بهانه های مختلف از افراد میگیرن نیت خیر درش نیست و فقط برای بستن پای افراد و مدرک سازی بر علیه آنان است. البته همه افراد در درون تشکیلاتشان این را میدانند و هیچ کدام هم اعتقادی به صحت این اوراق ندارند، ولی ناچارند که امضا کنند. دوم اینکه همه میدانند که این افراد این اوراق را هیچ کس از روی رضا و به دلخواه نمی نویسد و همه آن زمانهایی هم که آن جعلق رجوی و ازنابش میگوین افراد را مخیر کرده ایم که مثلا بخوان برن دنبال زندگی شد، هم دروغ و شارلاتانیزم و مصرف بیرونی و تبلیغاتی داره، چون در این طور مواقع هم متن نوشته از بالا می اومد و هم بایستی با خط خودت از رو اون متن می نوشتی، امضا می کردی و اگه کسی دیر می کرد وای به حالش، اینقدر تحت فشار قرارش می دادن، صداش می کردن چرا ننوشتی، چرا دیر کردی، که پدر طرفو در می آوردن. خب این هم هیچ وقت از روی رضا و قول معروف به دلخواه نبوده. جواب بعدی من سر برگه هایی که رو کرده بودن، مثلا من برگه جدایی که نوشتم معتقدم به مجاهدین و خون شهدا اینا، واقعیتش اینه، آخرش هم نوشتم حتما میگن این هم دروغه. آقا این جواد اسماعیل، جواد خراسان یا همون مرتضی اسماعیلی بالا سر من نشسته گفت که میخوای بری بیرون، حالا خب کمک مالی هم اگه میخوای باید از سازمان کمک مالی بکنی. گفتم چطوری؟ گفت من میگم تو بنویس. این دیکته کرد، ما هم نوشتیم، ما هم می‌خواستیم سریع‌تر ولمون کنن بیایم بیرون. خب هر چی که گفت ما نوشتیم، اصلا برامون هم مهم نبود چی بنویسیم، گفتیم ما که هزاران کاغذ دادیم و امضا کردیم، این یکی هم روش بذار سریع‌تر بریم بیرون. خب خودشون میدونن این دروغ هم نیست و اینجوری. بعدن هم که می‌رفتیم پول بگیریم تو اون سالی که من می‌گرفتم، که خب اینا یک سال خورده‌ای از دیگه مال منو قطع کردن و بعضی هنوز میدن، مال منو قطع کردن و منم نرفتم از اینا بگیرم، چون ما عنصر مطلوبی نبودیم و قول معروف اینا دیگه هوادار اینا، خودمون ما چه هواداری، هوادار نیستیم، ما اومدیم بیرون فقط حقمونه، ما معتقدیم این حق ماست، ما اصلا تمام اموال اشرف رو ما ساختیم، اموال شهر رو و چیزایی که شما با خودتون آورد و پول شما مال ماست، ما جون کندیم در آوردیم، شما که توی خونه توی اتاقای دربسته و هوای خوب نشسته بودید، کار خودتون نمی کردید، فساد خودتون داشتید. من همینا رو نوشتم. بله، بینندگان من به اصطلاح تشویق میکنم که برن عکسهایی رو که از دفتر کار خانم رجبی هست شما تماشا کنید، مقایسه کنید حتی با دفتر فرع دیبا و میبینید که ایشون چند قدم هم زده جلو. حالا این دفتر کارشونه، منزلشون و اتاق خوابشون اینها دیگه جای خود دارن. آقای فرهاد زمانیان از ایران میگن سلام ویژه خدمت شما و میهمان گرامیتان. و بله، باز فرمام ایرانی از آلبانی نوشتن برای همین
صدای مجاهدین، برای همین صدای مجاهدین صدایشان در می آید. و اما آخرین سوال این است که شما نکته‌ای، پیامی برای دوستان اسیر خود در مجاهدین دارید؟ به نظر شما راه نجات این دوستان در چیست؟ و شما اگر راهی به نظرتون میرسه بگید، چون مطمئنم که هر روز دسترسی اونها به وسایل ارتباطی بیشتر میشه و امکان این که برنامه شما و من رو به غیر از خود اعضا و مثلا مسئولین و اینها نگاه کنن و تماشا کنن، امیدواریم که اعضا هم بتونن به هر وسیله‌ای تماشا کنن. بفرمایید نکته و اینکه راه نجات این دوستان چیست، پیامی، نکته اگه دارید بفرمایید. چند تا نکته هست در این رابطه. اول اینکه الان القا میکنن به نفرات داخلی به مناسبات که کسی اگه بره بیرون، چون من میدونم و خیلی از بچه های حتی اونایی که هنوز هم دور برای اینا میچرخن ولی جدا شدن، میدونم که افراد فراوان و قابل توجهی در درون اینا هست که دوست دارن بیان بیرون، یا ناراضی هن یا به هر دلیلی جرأت این کارو ندارن و اینا هم هر روز اینو تبلیغ میکنن که خب دیگه برید بیرون، این بلا سرتون میاد. اگر اینها مطمئن بشن که کسی اینها رو حمایت میکنه، از جایی به اینا کمک میشه، این روند جدا شدن شتاب میگیره. دو نکته که گفتیم که هر روز وسایل ارتباط جمعی در دست اینا قرار میگیره، من متاسفانه باید بگم خیر، هر روز اینها رو بیشتر محدود میکنن و الان تلفن برای اینا ممنوع شده و کسایی که دارن، خب بچهای خودشون به قول معروف افراد مشخصی دارن، ولی به طور عام تلفن عموما ندارن و حق استفاده از خیلی چیزها رو ندارن، حتی اینترنتی که این در اختیارشون هست محدود و با نظارت اینا رو نگاه میکنن، یعنی زیر نظارت افراد مشخص و از بالا کنترل میشن و امکان دیدن این چیزها رو ندارن. ای کاش میشد به اینها پیام داد و باهاشون در تماس بود که خب اون وقت می دیدیم که چگونه افراد شتابان جدا می شدن، فقط اعتماد کنن و اطمینان کنن که کسی ازشون حمایت میکنه و میان بیرون. اما پیام اگه هم بشنون به اینا اینه که دیگه باید این دروغ از دهن انداخت دوستان، این دروغی که ما لغلغ می کردیم و سالیان سال مجبور بودیم در اجبار تکرارش کنیم، این دروغی بیشتر نبود، این دروغ باید از دهن انداخت. دیگه بایستی بوی گند من تعریف و تمجیدهای داخلی رو ول کرد و دنبال واقعیت ها رفت. این دروغ ها و دجل ها رو دیگه بایستی اومد و افشا کرد و نذاریم دیگه تاریخمون بیشتر از این با قول معروف آلوده بشه به اینها، و اینها جایی ممکنه درش پیدا کنن انشالله که نه، چون ندارن و نخواهن داشت. ولی ای دوستان هر کدوم میشنوید، اینجا دنیای آزاده، این دروغ رو از دهن بندازید، بیایید بعد به دنیای آزاد و مردم و زندگی خودتون رو بکنید، از اون همراهی با اینها دست بردارید، چون اینها جز خیانت و جنایت، خودتون هم که خوب میدونید، خیلی هم خیلیاتون خوب استدلال میکردید، من بارها از دهان خیلی از خودتون شنیدم که بابا ما شدیم دم با آمریکا بر علیه مملکت خودمون، خب دیگه ادامه ندید و همراهی نکنید، بیایید بیرون و زندگی خودتون بکنید، همراهی نکنید با این دجالان، بس دیگه. انشالله که ببینن، ولی متاسفانه که میدونم که نمیذارن. همین حرفای من رو من بدم، همین خیلی از اسامی رو اسم نمیارم، چون میدونم اسم شخصی، حتی شخصایی که موافق خودشونن برای اینا کار کردن، اگه به زبون بیارم فردا طرف زیر تیغ و باید بدبخت بیاد که موضع بگیره، مقاله بنویسه، حرف بزنه و این خاطر چیزه. ولی افراد مختلف و زیادی به من بارها میگفتن که بابا جان این چه بدبختی باید ما گیر کردیم، که آه بدبختی دیگه تا هر جا بوده، بس ول کن بیا، ول کن بیا دنبال زندگی خود دیگه، از این خیانت و این جنایت دیگه دست بزن. چون اینها شناسنامه‌شون ایرانیه ولی واقعا ایرانی نیستن، واقعا به فکر ایران نیستن، واقعا در جز خیانت و جنایت کار دیگه ای نمی کنن. دیگه دنبال زندگی منفور و نکبتبار خودشون بقیه رو دنبال خودشون می کشنن. پس بهتره هر چه زودتر از این خواب بیدار شد و راه درست رو انتخاب کرد. من حرفم با بچه همین. بسیار ممنونم. باز دوست دیگه ای نوشته که شما بیانیه ای نوشتید که خیلی جالب بود و
و همینطور جوابی که جیغ بنفشه مریم قجر رو به اصطلاح در آورده بود خیلی منطقی و خوب توضیح دادی. من ازتون خواهش میکنم اگه براتون امکان داره تو همین دو تا صفحه فیسبوک ما، یکی به نام خود من هست سوربی و یکی هم به نام مردم تیوی، اون بیانیهاتون رو بذارید، یا اگه جایی نوشته شده لینک نوشته شدهش رو اینجا بذارید. بازم از شما ممنونم، امیدوارم در برنامه آینده هم شما و افراد دیگه ای را داشته باشیم و خبرهای بهتری رو بتونیم با دوستان در میون بذاریم. باز هم به شهامت شما، شجاعت شما و صداقت شما واقعا تحسین میکنیم و بسیار ممنونیم که میاین اینا رو میگید تا ما این سازمان رو بهتر بشناسیم. یکی از افرادی که 4-5 سال خود من میرفتم و براشون کار میکردم، خب اگر کسانی مثل شما بودند و میگفتن، من هرگز اون کار رو انجام نمیدادم. در هر صورت ممنونم و از آشنایی شما خوشحالم، از اینکه امروز با ما بودید بیشتر خوشحالم، از آقای عبدی که لطف میکنن که ارتباط ما با شما برقرار بشه و از کانون آوا هم ممنون و متشکرم. بازم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی میکنیم، به امید دیدارتون باشیم در برنامه های آینده. بفرمایید. بله خیلی ممنون آقای سوربی، منم تشکر میکنم از شما و بچه های دیگه که زحمت کشیدن و این فرصت رو ایجاد کردم که من بتونم حرفای دلم رو بزنم، و همه بچه ها و دوستانی هم که لطف کردن، تماس گرفتن و اظهار لطف کردن، خیلی ممنونم. انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود، هرگاه که لازم باشه حتما در این کار کوتاهی نخواهیم کرد. خداحافظ شما و به امید دیدار. بسیار ممنونم، به امید دیدار، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای عبدالرحمن محمدیان بودیم از آلبانی و نمیدونم که ایشون فیسبوک صفحه دارن یا نه، اگه دارن صفحه فیسبوکشون هم لطف کنن در همین به اصطلاح قسمت کامنت های فیسبوک ما قرار بدن تا دوستان بیشتری با شما تماس بگیرن. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. این فیلم ها تا 1 ساعت 2 ساعت دیگه هم کانون آوا هم تلویزیون مردم روی بایگانی قرار میدن، ولی بهترین راه اسم ایشون رو که به اصطلاح تایپ کنید یا بنویسید در گوگل، در یوتیوب میبینید، اگه نه از طریق مردم تیوی دات کام یا از طریق آوا خط فاصله اسوسییشن دات کام میتونید به این دوستان برسید و با هم در تماس باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. و میگن که پاسخ آقای محمدیان به جیغ بنفش مریم قجر است. خیلی ممنون، آقای کرمی هم به عنوان تهیه کننده همراه ما بودند و از این بابت ممنون و متشکرم. و من امروز وقتی که داشتم آماده میشدم یادم افتاد به اون شعری که میگه اندک اندک جمع یاران میرسند، منتظر باشید میرسند. و خیلی برای این سازمان واقعا مایه ننگ و خجالته که 13-14 سال رهبرشون حتی وجود آمدن جلوی دوربین یا صحبت کردن رو نداره، و بیشتر خجالت برای افرادی مثل آقای فیلابی و غلام ترشیزی اینا که دیگه سرپوش میذارن رو این، و اگر این مرده یا معلوله یا مجروحه هر چیزی، اینها دارن به حتی خودشون دروغ میگن. از اینکه با ما بودید بازم تشکر میکنم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه تلویزیون مردم رو پی میگیریم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، و همیشه گفتیم تلویزیون مردم از مردم، با مردم و با حمایت مردم، برای مردم بوده و هست و خواهد بود. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.